بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اوقات خوبتر و بهتر و شادتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، اول ماه فوریه، ماهی که اختصاص دادن به افراد سیاه پوست. باورتون میشه هنوز توی این آمریکا که اینقدر ادعا میکنه مسئله سیاه پوست، سفید پوست، نژاد پرستی و اینها بیداد میکنه، مخصوصا از این توی این دو سالی که این ترامپ شارلاتان آمده و در رأس کارها قرار گرفته. چه رأسی، چه کاری، مثل خر به گل مونده، نمیدونه چه غلطی انجام بده. حالا براتون میگم چه کار کرد جدیدن دو سه روز پیش. و اما افرادی که سیاه‌پوست هستن مسخره میکنن، میگن اینجا هم به ما ظلم کردن، به جای یه ماه به ما 28 روز میدن، چون این ماه ماه به اصطلاح بلک مانت هست، ماه سیاه‌پوستا. و میگه ببین کوتاه‌ترین ماه که فوریه هست 28 روز است دادن به ما. البته ناگفته نماند این آدمای سیاه‌پوست هم مثل ما ایرانی ها هستن، هر چی بهشون بدی شکایت میکنن. اصلا آدمیزاد اینجوریه. آقا اگه خدایی هست گفت برو تو بهشت، اینم زنت حوا خوش باش. سیب میکنن، از درخت بالا میرن، با مار صحبت میکنن. آخه چرا با مار دوست میشی؟ بفرما. حالا اومدم اینجا از بهشت کردن اون بیرون، اینجا هستیم. راستی اگه اونجا بهشته همه جاهای دیگه جهنمه؟ اگه جهنمه چرا اینقدر امروز سرده؟ قرار شده از فردا یکم هوا خوب بشه، سرما در شرق آمریکا بیداد میکنه. باز صد رحمت به ما، به نیویورک اون بالاها و اون وسط تقریبا شیکاگو و اون به اصطلاح میشیگان و اینها که اصلا نفس میکشن یخ میزنه. یه خانم دختری رفته بود تو، رفته دوش گرفته، بعد اومده بیرون موهاش اینجوری کرده، موها رفته بالا یخ زده، آب میریزن تو هوا پود میشه میاد زمین. من دیروز رفتم یه جایی همین واشنگتن، ماشینا از لوله اگزوزشون آب که آمده پایین رسیده به زمین یخ زده. کنار خیابونا که نگاه میکنی یخ بیداد میکنه. زور رفتیم یه جایی نهار چاینیز فود بخریم، جای پارک نبود. گفتیم ای چرا مردم اونجا پارک نمیکنن، این همه جای پارک، چشمتون روز بعد نبینه. رفتیم اونجا پارک کردیم. اینجا بهش میگن بلک آیس، حتما دیدید، به نظر میرسه مثل آسفالته، ولی پاتو که میذاری روش پا میره در هوا، باسن میاد رو زمین. اینجوری نشد، ما شانس آوردیم، فقط یه لغزشی داشتیم. گفتیم بابا حالا خودمون هیچی، این چاینیز فود 14-15 دلار خرجش کردیم، سوپ و موپ و اینا نریزه رومو. اینم از این ماجرا. بذارید ما این چیزا رو روشن کنیم که تاریخ و روز و اینها رو میگه. و اما میگه تلفن کار میکنه البته با صدای دلخراش. خب صدای منه دیگه، کیه این سم؟ آبا اینا کارشون خرابه. اون آدیو ناو که فروخت به اینا فکر کنم انداخت و رفت، یا اینا توش موندن. بذار من بینم حالا چه کار باید بکنم. یه نگاهی، چون وقتی ما اینو روشن میکنیم به همون آپشن میده که این میکروفون میخوای، این میکروفون میخوای، این میکروفون میخوای. خدا هم از این همه نعمات دنیا به ما فقط میکروفون داده. البته خب گله نکنیم، دوستان خوبی هم داده. بذار من یه بار خاموشش کنم دوباره روشن کنم. خاموش. اینم این همین USB آدیو دیوایس میشه، همین میکروفونی که خودم دارم توش حرف میزنم. خواستم بگم خودمو دارم میبینم داخلش. خب و اما جمعه اول فوریه، حمایت یادتون نره، 12 بهمن 1357. 12 بهمن یعنی چی؟ روزی که خمینی آمد ایران و حزب الله از 12 بهمن تا 22 بهمن رو اسمش رو گذاشتن دهه فجر و پیروزی و شادی. سلطنت طلبا و مخالفین گذاشتن دهه زجر و چی میگن؟ ناشادی. حالا ببینیم که خانم مریم رجوی، چون همه هی گفتن خب آقایون، خانوما، شما اگه اینقدر طرفدار دارید چرا شبانه میرید زیر پل یه عکسی اینجوری میکنه، اینم دستش میگیره جلو صورت خودش، کارگاه شورشی، بنیاد شورشی.
خب بگید روز بیان بیرون. حالا گویا خانم مریم قجر به رگ غیرت نداشتش برخورده، گفته 19 هم مردم بیان بیرون. صبر میکنیم و ببینیم. ولی از همه اینا بهتر و زرنگتر رضا پهلویه که خودش میدونه نه طرفداری داره نه کسی بهش گوش میده. اینم داره برای خودش با همین چندتایی که این ور اونور طرفدارشن توی آمریکا و پول دارن خوش میگذرونه. یکی شکایت کرده بود که آقا این برای مرگ آقای صدر، مسعود صدر، تسلیت نامه ای ارسال نکرده، چیزی نکرده. یه نفر دیگه نوشته بود آقا این روزی 150,000 دلار کشتی اجاره کرده و اینها. به نظر من نمیرسه که رضا پهلوی روزی 150,000 دلار بده کرایه کشتی. احیانا یه نفر دیگه یه قایقی کشتی داشته گفته بیا مجانی سوار شو. آقا این مفتخوره، این خسیسه. این بیچاره اگه خانوادهش نگاه کنی، از طرف مادری فقیر، از طرف پدر و پدر بزرگم فقیر، بعدم که رسیدن به پول، پول دارن ولی خرج نمیکنن، انگار نداری. بماند بیان بهتون عکسای سرما رو نشون بدم که هر جا هستید قدر و عافیت رو بدونید. و قبل از اون توی تبلیغات روزنامه و اینا دیدید عکس یه خانم چاق پیر زشتی رو نشون میده، همشون هم اینجوری هن، مینسه بیفور یعنی قبلا. بعد یه دفعه یه خانم جوون لاغر موهاش هم رنگ کرده اینجوری افته. حالا بیفور و افتر منو نگاه کنی، این بیفور اسباب کشی، این یکی افتر اسباب کشی. بذارید اینا رو براتون بذارم بغل هم که ببینید چه به سر آدم میاره این اسباب کشی. بله این دوتا رو نگاه کنیم. بله خانمم با این عکس ما رو فرستاد، گفت برو ریشته بزن، اگه ریشته نزدی این دوربرا پیداد نشه. گفتیم چشم، حرف خانماتون رو گوش کنیم. ببینید دوستان، این دو هفته قبل از اسباب کشی در یک، بله دوستان عزیز نگاه کنید، این آقای آرام سوگند که نه اسمی داره نه فامیلش درسته نه عکسش درسته، آدم دلش هم نمیاد این بدبختا رو به اصطلاح بندازه بیرون، بذار گوش کنه شاید آدم بشه. اگر یه بار دیگه تکرار کنه اون موقع کارت قرمز میدیم دستش، میگیم برو بشین بیا. اینم از این. و اما خب آدم بشی وای میسی، آدم نشی با تو سری میری بیرون. حالا یا آقای آرامی یا سوگندی یا ناآرامی، خلاصه این بیفور دوستان، اینم افتر. این تو یک نامزدی بود که یکی از دوستان ما دخترشون نامزد کردن با یک آقای بسیار خوبی و امیدواریم موفق و شاد باشن. ما هم دعوت بودیم و این هست. خب اینها باشن بهتره، کاملا درست میگه آقای مانی خورسندی. میدونی چرا؟ به من نشون میدن که حرفای من داره اثر میکنه. اگه حرفای من بی اثر بود این میگه بابا ولش کن، این بیکار نشسته اینجا، ولی زودتر از شماها اونا میام. اتفاقا اون روز اونی که انداختم بیرون، این بفرما آقای مانی میگه اینا حماقتشون رو نشون میدن. راست میگه، جایی که من میگم اگه حرفی دارید بیاید بزنید، بالا پایین چپ راست بیدین بادین کمونیست نمیدونم مجاهد بیاین حرف بزنین سلطنت طلب، خب یکی اینجوری میکنه. اون وقتا میگفتن چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. اینا سفارش دارن میدن این برابر پیدا کنن. ولی بدبختا خدایش هم نگاه کنید یه سری از اینا آدمای تنهایی هستن، نه دوست دارن نه فامیل بهشون محل میذاره. بعد ویلا با افتخار باید بیاد عکسشو بذاره، اسمشو بنویسه، بعد گاهی وقتی هم نظر بده. ما نظراتشو چکار میکنیم؟ بیا بنویس آرام، بیا فوش بده. ببخشید که من پاک کردم، شما بیا فوش بده، شما به غیر از فوش چیزی بلد نیستی. 57 سال رضا شاه و پسرش به مردم فوش دادن، زور گفتن، هر دوتاشون در به در، حتی قبرشونم در امان نیست. هر لحظه که یک کشوری شلوغ میشه
اینا میگن الان میان قبر اینا رو میندازن بیرون. 40 سال این آخوندا به مردم زور گفتن، حالا ببینید یکی یکی به کجاها در به در خواهند شد. و شما یاد بگیرید نظرتو بیا بگو، با افتخار بیا بگو من سلطنت طلبم، من طرفدار اینم، من طرفدار اونم. این چه کار احمقانه ایه که میپرید هر جایی یه نفر برنامه داره میان تبلیغ نمیدونم فرشگرد، آسمانگرد، هلیکوپتر. خب احمق جون اگر تو طرفدارشی برو ازشون حمایت کن، برو رو سایت های خودشون دنبالشون باش، براشون تبلیغ کن. ما که دیدید روز به طرف گفتیم آقا این کاری که تو میکنی مثل که یه نفر مراسم یاد بود گذاشته برای پدرش که فوت شده، حالا شما چون میبینی تو اون جلسه یه چند تا مرد هست شما میای میگین راستی نمیدونم مادرتونم دنبال شوهر میگرده. خب برو یه جای دیگه، میتونیم برات با $10 آگهی بزنیم که مادرت دنبال شوهر میگرده. چی بگیم به اینا خود؟ خب بله، این تلفن 605 برگرد بیا دوباره کجا رفتی؟ 605-475-58-83 605-475-58-83. اگه یه جایی هستید که براتون دسترسی به فیسبوک و یوتیوب و اینترنت و اینها گرونه یا غیر ممکنه یا سخته، با اون تلفن میتونید توی آمریکا، سال دیگه آمریکا اگه قرار پول بدی تو اینا، اون دیگه به خودتون مربوطه. ممنونم آقای فرهاد زمانیانم از ایران. دیدم آره یه نفر به نام خلیق، خلاق نمیدونم چی، به این آقای زمانیان حمله کرده بود که مواظب این باشین، این مأمور جمهوری اسلامیه و شاه اللهیه. دیگه من از این خنده دارتر ندیده بودم، هم مأمور جمهوری اسلامیه هم شاه اللهیه. خب بریم سراغ عکس ها، فکر نکنید یادمون رفتا. اون دوتا عکس رو بهتون نشون دادم از خودم، حالا میایم میریم کجا؟ میایم میریم به شیکاگو و میشیگان و اینها، ببینیم این مردم بیچاره آمریکا چه میکشن و خداییش آدمای مظلومی هستن، صداشون هم در نمیاد. حالا چرا صداشون در نمیاد؟ ببین این مال شیکاگو. اتفاقا من اینجا رفتم، اون بغلش هم یه رستوران خیلی قشنگه، اصلا اینجا مرکز شهر. بعد این فکر کنم میشیگان باشه، شکل میگم در صورت هر جای لیکی هست، یک رودخونه هست، اصلا اونجا زودتر سرد میشه و یخ میبنده و اینها. نگاه کنید این اصلا لیک، یعنی دریاچه هایی که به اصطلاح کوچولو و نمیدونم چی بهش میگیم، دریاچه کوچولو. به لیک تو ایرانی چی میگیم دوستان؟ دریا داریم، دریاچه داریم، اینجا لیک دارن، بعدش پاند دارن و الی آخر. بله آقای خورسندی میگه من هم با تلفن دستی نگاه میکنم، هم کامپیوتر رو روشن کردم، کامپیوتر جلوتر پخش میشه. آها خیلی ممنون که اینو گفتید آقای خورسندی. اون روزم یکی از دوستان سوال کرد که چرا اون یکی تأخیر داره. اینها در اختیار ما و در کنترل ما نیست، بستگی داره به سیستم انکودر اونها و حقیقتا یه جورایی هم بستگی داره به اینترنت شما. و آخه میدونید اون انکود میکنه، انکودر، دیکودر یا انکودر، یکی یعنی یکیش اینا رو به صورت 0 و 1 در میاره، یکیش برش میگردونه. در هر صورت هر کدوم راحت ترید نگاه کنید و خوشحالیم که با ما هستید. بفرمایید نگاه کنید ببینید رودخانه چگونه یخ زده. این هم یه چیزی هست، خود اونایی که تو شیکاگو هستن بهش میگن بین، بین مثل همون لوبیا ولی یه اسم دیگه ای داره، something gate، الان یادم نیست، cloud gate فکر کنم هست، یا امروز که یخ بسته بهش میگن. معمولا اونجا بهش میگن بین. وقتی میرید عکس خودتون رو داخلش میبینید، با حرکتتون این برور عکستون بزرگ میشه، کوچیک میشه، چاق میشه، لاغر میشه. و این هم نگاه کنید دوستان، اینجایی که یک آبشارک کوچولویی هم هست باز چی شده؟ باز اینجا هم نوشته frozen lake و اینجا میگه frozen river. این هم این شیکاگوه. من اینجا بودم توی یکی از اون ساختمونای بلند وقتی که خانم هیلری کلینتون
ران میکرد و ما هم رفته بودیم برای مراسمی که اونجا داشت تبلیغ میکرد و اینا. و اینم جاده ها خطرناک، همش میگه اگر کاری ندارید نیاین بیرون. و اون روز اگه یادتون باشه من گفتم آلمان به اون آلمانیش یا اروپا یاد مردم میده که چجوری رانندگی کنین در برف، در سرما، در گرما. ولی ایران به یاد خدا، البته یه چند تا کارتون ساختن خیلی هم قشنگ بود، مثلا بوق نزنید دم آپارتمان ها اینا. ولی بذارید حالا که این داره چشماش مژه‌هاش اینجوری یخ زده براتون بگم که من توی آلمان که بودم این اتفاقا سر خود من آمد، چون من از شیراز آمده بودم بلد نبودم دیگه. اونجا بدون شال و بدون کلاه و بدون عینک و اینها میرفتیم بیرون. شما حتی روزای بارون و برف و اینا اگه عینک بزنید، خود اون عینک چشمتون یه مقداری گرم نگه میداره. اینجا پریشب به مردم گفتن وقتی وایسادید منتظر قطار، مخصوصا توی شیکاگو، چون شیکاگو وقتی خواستن بسازن شهر قدیمی بوده و اینا، به اصطلاح فکر کنم یه مسئلهش همون آتش سوزی بوده. خلاصه متروها بیشتر تو هوا هست، پل هواییه. خب تو هوا هم سردتر، باد میاد، اونم کجا؟ شیکاگویی که اسمش هست ویندی سیتی، یعنی شهر باد، شهر بادی. بعد به مردم میگفت موجه، یعنی پلک بیشتر بزنید که موجتون نچسبه به هم. یه خانمی بود، خانم ثقفی، این گاهی وقتی برنامه من رو نگاه میکرد و ایراد میگرفت و اینها، یعنی بیشتر ایراد میگرفت، مینو یا مینا ثقفی. و این به من میگو که آج توربی شما چشماتو زیاد به هم میزنی، آدم عصبی هستی. گفتم نه خانم، به هر کسی فرق میکنه. یه کسایی هستن اینجا 10 دقیقه شما حرف میزنه چشمش یه بارم به هم نمیزنه. این خانم ریچل مدو، شما نگاه کنید، میذارتش بغل دست لارنس که اورایلی که نیست، یکی دیگه است، اون 30 تا چشم پلک میزنه، اون یکی هم نمیزنه. آدم ها فرق میکنه. در هر صورت تازه میگن پلک زدن خوبه، چون چشماتون رو لوبریکیت، مثل روغنکاری، گریسکاری میکنه. و اگر نزنید به دلیل کامپیوتر و اینها چشمتون خشک میشه، که خشک چشمی یک مرضه. و یه قطره بهتون میدن، خیلی هم گرونه، هی 16 دلار اینقد نازک، بعد هر 2 ساعتی هی باید بریزیم تو چشم. این هم اینه. خب شما دست به چشمکتون خوبه. اتفاقا بلد نشدم هیچ وقت تو عمرم که چشمک بزنم، باورتون میشه؟ و هر وقت اینجوری میکردم اصلا خنده دار بود. در صورت ممنونم، ما پلک میزنیم، چشمک نمیزنیم. خب دوستان عزیز، عکس یخبندون رو نشون بهتون دادم، ولی بریم سراغ این 3 روز گذشته که رئیس FBI، رئیس CIA و اون آقایی که مسئول امنیت آمریکا هست، فکر کنم اسمش کوت هست، مثل کوت، اینا آمدن نشستن توی مجلس و توضیح دادن که اولا کره شمالی هنوز دنبال ساختن بمب اتمه، ایران به قولایی که داده وفا کرده، به همین خاطر اروپا هم داره باهاشون کار میکنه، حتی میخواد تسهیلات چیکار کنه، بانکی براشون فراهم کنه. و اما از اون ور به این ترامپ شارلاتان که گفت ما پیروز شدیم در سوریه و میکشیم بیرون و فلان اینها، میگفت ای کاش این پدر احمقت 72 سال پیش کشیده بود بیرون، که تو یه پدر سوخته به وجود نمیمدی. بله، میگه که بهش گفتن دیدید که تا گفت اینجوری فرداش 4 تا آمریکایی کشته شده تو همون سوریه. بعد بهش گفتن آقا سوریه داره قوی تر میشه، این مزخرفات چی میگه، شما اینو داشته باشی؟ به این مردک گفتن که آقا اینا اینجوری میگن، اینا کسایی هن که تو قول دادی من بهترین رو استخدام میکنم و تو اینها رو آوردی، مجلس هم تاییدشون کرده، یعنی هم از فیلتر تو گذشته هم از فیلتر مجلس یا مجلسین، و اینا دارن اینو میگن. فکر میکنید این مردک بی سواد، شارلاتان، نادان، کمدان چی گفت؟ فقط رضا شاه نیست که میگه مجلس
نمیدونم استبل و طویله است. فقط خمینی نبود که میگفت اقتصاد مال خره، این مرده گفت اینا نمیفهمن، اینا باید دوباره برن مدرسه. شما اینو داشته باش. بعد اینا بهش زنگ زدن، حالا لابد گفتن آقا میخوایم ما هم ول کنیم بریم، بدبخت دیگه علی میمونه و حوزش. ما میفهمیم، ما داریم درست میگیم. این حالا آمد درستش کنه، اومد گفت که میدونی چیه، این رسانه ها مخصوصا این سربی دروغ میگن. اینا چه اینجوری گفتن؟ طرف گفت آقا رسانه ها چیزی نگفتن، اینا تو مجلس نشسته بودن. تو یه احمق باید می نشستی نگاه می کردی از اول تا آخر ببینی اینا چی میگن، یادداشت بر می داشتی. حالا آمده به دروغ میگی من رفتم خوندم ترانسکریپت، نوشته ها رو خوندم. این در روز نصف صفحه هم نمیتونه چی بخونه. بکنم ایرانی باشه یه جورای ترامپ. در هر صورت گند زده به همه چی. از اون ور اون ماجرای اف بی آی و اینها هم که شدیدن دیگه الان نزدیک شدن حتی به پسرش، یعنی دونالد ترامپ جونیور، انگار که اسم قطعی بوده، اسم این کثافت رو دوباره گذاشتن، یک کوچولو گذاشتن پشتش. خلاصه من بی صبرانه منتظرم که این از این وایت هاوس به بیگ هاوس، اینجا به زندان بیگ هاوس هم میگن، منتقل بشه و ببینم اونجا با این سیاه‌پوستا و اینها چه زندگی خوبی خواهد داشت. بمانه. از اینا جالبتر دوستان ایرانی ما هستن، میگن کاسه از آش داغتر، ولی خدایش بعضی وقتا کاسه ها از آش داغتر بود. چرا؟ ما میرفتیم آش میخریدیم، این کاسه رو که میگرفتیم دستمون گرم میشد. ما که هیچ وقت دستمون رو نمیگردیم تو آش که ببینیم این کاسه از آش داغتره یا نه. بعضی وقتا اصلا مجبور شدیم بذاریمش یه جایی وایسیم یکم، بعد یه تیکه نونی چیزی کاغذی پیدا کنیم بگیریم. پس کاسه ها هم بعضی وقتا میشه که از آش داغتر باشن. دوستان چند تاشون دیروز برای من فرستادن ترامپ گفته شما اینو به 20 نفر بفرست، به اونها هم بگو به 20 نفر دیگه بفرسته. گفتم از این جوک خنده‌دارتر وجود نداره. ترامپی که الان مونده به کار خودش، شماها امیدتون رو به ترامپ بستید. و آدم تعجب میکنه که اینا همه با سوادن، حداقلش دیپلم دارن، اگه لیسانس و نمیدونم کوفت و دکتر مکتر نباشن حداقل دیپلم دارن، یعنی از شاه سوادشون بالاتره. حالا خمینی من نمیدونم اینا دیپلم شنگول منگول میگرفتن، آقل ماقل میگرفتن، چی میگرفتن من نمیدونم، ولی شاه دیپلم نگرفت. و اکثر اینا شاه اللهی هن. اینایی که طرفدار ترامپ هن اکثرا شاه اللهی هن. و هنوز تجربه نکردن که شما این همه رفتید دنبال افرادی که دروغ میگن و قلوف میکنن، تظاهر میکنن، شما فکر میکنید اینا همه چیز رو میدونن، بعد میفهمید که اینا هیچی نمیدونن، حتی نمیدونه تو خونش چه خبره. اون از فره و شاه، اینم از آقای ترامپ. خدا میدونه که این خانمه که اومده محض پول و مهاجرت چی میگن اقامت و اینها با این بوده، از صبح تا شب با کی هست؟ چون یکی از همین شازده هم اینجا خانمش یه مدتی با چیز بود دیگه، با مامورین گارد بود، بعدم که بلند شد رفت با پسر یکی از وزرا، بعد مامان جونش رفت التماس و دعا ورشتش آورد. اینم از این میگه که دیپلم توسی تو حوزه علمیه. اون سعید توسی هست که قرآن درس میداده، فکر کنم به فخرآورم درس داده، فخرآور و امید دانا و اینا کاریکاتورهای درست کردن براشون که اینجوری. مجید خوشنودی میگه که فخرآور خیلی زایه چشمک میزنه. ای مجید این عکس تو من تا حالا ندیده بودم. در صورت دوستان این هم از ماجرای ترامپ. شما چی فکر میکنید؟ از اون طرف پامپئو باز امروز با سر و صدا و شلوغی به ایرانیان و مخصوصا ملاها که شما میخواین 40 سالگی انقلاب رو جشن بگیرید، شما حقیقتا بازنده بودید تا حالا، چه جشنی، چه کشکی، چه پشمی. حالا ببینیم آخونده حرف اینو گوش میدن. از اون ورم که جان بولتون قول داد که اینا 40مین
سال رو نمیبینن و آقای جان بولتون و حخا و اینا رجبی مجبی میرن تو ایران جشن میگیرن. ببینیم چه خواهد شد. و اما پیام ها رو براتون پخش کنم و از دوستان تشکر کنم قبل از اینکه اینا رو گم کنم. خیلی ممنون اون دوستمون آقای فرزاد نیساری عزیز پیغام گذاشته بود و راجع به اون هر که بامش بیش برفش بیشتر گفته بود در رابطه با این من از فردوسی به اصطلاح نقل قول کردم. من فکر کنم این هر که بامش بیش برفش بیشتر این اصلش مال سعدی باشه، درسته؟ نمیدونم. در صورت میدونید که ما ایرانی ها میگه توی مهمونی نشسته بودن یه نفر گفت که این حافظ خدا رحمتش کنه، گفت سعدی او مرد نکونام نمیرد هرگز. طرف گفت آقا این مال سعدیه، مال حافظ نیست که. گفت آقا مگه سعدی دیوونه بوده که به خودش بگه سعدی ها، این حافظ بوده این و بهش گفته سعدی ها. بعد که همه مجلس گفتن آقا این در کار شعر رسمه که بعضی وقتا طرف به خودش صدا میزنه، اسم خودش رو میگه و اینها، بعد که دیگه فهمید کار خیلی خرابه گفت اصلا شماها چی میگید؟ مگه این کشور آزاد نیست؟ من نظر خودم رو میخوام بگم، میخوام بگم این شعر مال حافظ بوده. در صورت پیام شما رو بتونم پیدا کنم پخش میکنم. میگه از اون طرف دارن با آخوندها معامله میکنن. آقای مانی خورسندی، ای کاش 20% ایرانی ها اندازه شما میفهمید که اینها از روز اول، حالا یه سری هی بند کردن میگن کارتر پول داده به آخوند. من آقا از آقای بنی‌صدر پرسیدم، آقای بنی‌صدر گفت همچین چیزی نبوده، بازاری ها پول میدادن. و گفت خمینی هم از همون موقع میگفت به اینا بگو پول میدین دنبال جاه و منزلت چی نباشین، چی میگن منصب. و گفت بیشتر اینایی که بهش پول دادن بعد که اومد ایران اعدامشون کرد. یه معروفیش هست، نمیدونم شالچیه جورابچیه، یکیش اونه که میگفت 40,000 فرانک اون موقع تو فرانسه آورد داد و اینجوری بود. خب این یه عده که مثل آقای مینویی و مخصوصا شاولایا هی میگن این 150 میلیون، یه روز میگن 130 میلیون، یه روز میگن 30 میلیون، هیچ مهم نیست، همش کارتر رو مقصر میدونن. بعد به این خاطر که میگن ریگان گفت که ما شاه مأمورمون بود، نوکر خوبی بود، چرا این کارتر از دست داد؟ ولی یکیشون نمیره ببینه ایران گیت چی بوده، بره این آلی نورد جنراله ببینه ماجراش چی بوده، ماجرای اسلحه دادن و اینا چی بوده. اصلا فیلم ساخته این آقای تام کروز، یه فیلمی ساخته یعنی شرکت کرده توش، حالا کارگردانش تهیه کنندش نمیدونم، به نام امریکن مید، نشون میده که چجوری اینها اسلحه ها رو جابجا میکردن از اون کجا بود اوراگوئه، نه کی بود گرفتن اون مرده رو بدبخت، منم اتفاقا میخواستم برم اون کشوره. در هر صورت و هیچ کس نمیفهمه مثل شما که اینها دارن پشت پرده معامله میکنن و اینا رو دارن میگن که 4 نفر دلشون خوش باشه. مثل کی؟ مثل این آقا. گوش میدیم بعد اگر من بتونم با ایشون تماس بگیرم. و ما این همه دعوت میکنیم که آقا اگه طرفدار ترامپ هستید، اگر طرفدار آقای دکتر حمزه پور هستید بیاد اینجا صحبت کنید. نمیان، ولی خیلی خوشحالم این دوستمون پیغام گذاشته، با هم گوش میدیم. از این ورم من زنگ میزنم، باشن در منزل یا آفیس صحبت میکنیم، نباشن به وقت دیگه‌ای موکولش میکنیم. ولی از ایشون هم تشکر میکنیم هم دعوت میکنیم اون احمق سوگندم یاد بگیره. بذارید اجازه بدید از اول براتون پخش کنم، یکم از صدا رو زیادتر کنم. بله، مانوئل نورگا پاناما. من رفتم برم پاناما و باورتون نمیشه سفیر پاناما تو فرانکفورت وقتی ما تماس گرفتیم گفت من دفتر نیستم ولی شما میتونید بیان منزل من، من و خانومم و دختر داداشم و پسرم و اینها بلند شدیم با قطار رفتیم منزلش. چقدرم از اون پذیرایی کرد. اصلا من به خانومم گفتم شاید این اسم و فامیل ما رو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته، ما کسی نیستیم. بعدم گفت بهتون خبر میدم. بعدم برامون یه نامه قشنگ اومد که نه در این شرایط متاسفیم که نمیتونیم به شما. بله، گوش بدید با هم این دوستمون رو که چقدر
قشنگ تعریف میکنه. الو جناب آقای صبحی، درود بر شما. درود بر شما. و سلام. و سلام عزیزم، این برنامه کانال کلمه اون روز داشت با خانم دکتر ملیحه روزبه و جناب تیمساز در یادان ناصر جانبانی و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا حمزه‌پور، حقوقدان بزرگ واشنگتن و یکی از آقا خانم گوش کنید، شماها زنگ بزنید به دکتر حمزه‌پور، ازش سوال کنید شما دکترای حقوق رو از کجا گرفتید. بذارید من شماره دکتر حمزه‌پور رو دوستان بهتون بدم، زنگ بزنید بگید که شما دکترای حقوقتون رو از کجا گرفتید. حالا این آقا میگه یکی از دکترای عالی مقام. شماره حمزه‌پور دیوانه پاانداز، کیپد کانتکت حمزه‌پور. آقا اینجا مسخرهش میکنن، اینجا وقتی برنامه هست دعوتش میکنن، میگن حمزه‌پورم بیاد بخندیم ازش. حالا ببینم حمزه‌پور، بله خب شمارش هست 703، من اینجا بنویسم که یه بار دیگه هم بگم 703 749 46 86. دوستان محمد رضا حمزه‌پور که این توی دفتر حقوقی اینجا بهشون میگن چی؟ اینایی که یادداشت می‌نویسن، اینایی که اتفاقا یه وکیل به من گفت آقای صبحی شما تو تلویزیونت بگو، بعد بگو که اگه فارسی هم بخواید صحبت میکنیم، شما هر مشتری بیاری ما بهت اینقدر پول میدیم. کار غیرقانونی هم نیست، ولی این حمزه‌پور دوست عزیز دکتر نیست، این پا اندازه، این کارچاک کنه. آخه شماها میشینید تلویزیون کلمه، تلویزیون کلمه رو کی پولیشو میده؟ عربستان سعودی میده. بذار من اینو ببندم که برقمون مصرف نشه. خب گوش دادید تا حالا چه طلاهای نابی. من اون خانمه رو نمیشناسم، خانم روزبه، ولی تیمسار فلانی جهانبانی، وقتی شما میگید تیمسار یعنی این آقا 40 سال پیش تیمسار بوده، یا از اونایی که سروان بوده هی به خودش درجه داده، این کاری نداره که شاه رفته. اون فیلم چارلی چاپلین یادتون، چارلی چاپلین نه، لوره هاردی، جنگ تموم شده بود، این دوتا توی سنگر همینجوری میرفتن هی قطیای کنسرو چیزو میخوردن، بعد یکی اومد گفت آقا جنگ تموم شده، گفت کسی به ما نگفته، ما همینجور کار خودمون انجام میدادیم. بعضی از این تیمسار میمسارا و اینا همینجوری به خودشون درجه میدن، براشون مهم نیست که آقا شاه رفت، حکومت رفت. حالا این تیمسار جهانبانی و بعضیا از فامیلشون استفاده میکنن، چون یه آقای جهانبانی داشتیم چنین و چنان خلبان بود و فلان، حالا اینم اگه فامیلش جهانبانی بوده همینجور داره آب فامیل اونو میخوره، نون فامیل اونو میخوره. بمانه منشی باشی، نه تو کارهای لیگال، تو کارهای اینجا بهش میگن پارالیگال. پارالیگال شما میتونید چیزم نباشی، وکیلم نباشی و میتونی تو دفتر اینا کار کنی یا تو دادگاه کار کنی به عنوان پارالیگال، هم به قول شما مثل منشی باشی، مثل نمیدونم سکرتر و این چیزا. این اینه، یه مشتری برای یکی پیدا میکنه، مردک دیوانه آمد گفت که مردم شما، ما میخوام اینقدر هزار نفر اینجا جمع کنید، فقط پاسپورتتون رو برای من کپیشو بفرستید، من براتون ویزا میگیرم. 25 نفر اینجا جمع شدن که از اون روز تا امروز دیگه این آقای کنت تیمرمن خجالت میکشه با من تماس میگیره، چون من وقتی دیدم کنت تیمرمن به مردم نوشته من دارم میرم اینجا، گفتم آقا مطمئنی داری میری اینجا؟ گفت من هر جایی میرم به غیر از مجلس مجاهدین. گفتم برو، ولی این یه سری هم از مجاهدین عقب افتاده تره. باز مجاهدین اقلا به یک ایدولوژی، به یک مکتبی، این اصلا مرد که دیوانه است، مایه خنده است. این اولا هیپش مصنوعیه، یعنی کلش که گنده، هیچی، کونش و باسنش و زانوش و همه چیش مصنوعیه. اون وقتی میگه ما میخوام بریم ایران رو بگیریم، میخوام بریم بزنیم،
گوش بدید. حالا این آقا اینقدر تعریف کرد در تلویزیون کلمه، خانم روزبه و تیمسار جهانبانی و دکتر، حالا از این به بعدش جالب میشه، حمزه پور که در این وکلای واشنگتن دی سی و مشاور حقوقی پشت پرده دونالد ترامپ مصاحبه میکرد. آقا مشاور پشت پرده حقوقی یعنی چی؟ اقلا مثل دکتر نوریزاده بگو مشاور تو رخت خواب. دیدید دکتر نوریزاده میگه که دیشب خامنه ای بود و همسرش یه همچین حرفی زدن، یعنی یه مشاوری تو رخت خوابشون بوده. مشاور پشت پرده یعنی چی؟ این همونا که چون پرده بیفتد نه تو مانی یا من فقط نمیرید شما دنبالش که ببینید این پرده چیه، پرده رو بندازید. مشاور عالی مقام پشت پرده عالی جناب ترامپ کی؟ دلغک حمزه پور. و نظرت چون در ارتباط با این اتفاق اخیر جمهوری اسلامی که احتمالاً هر چه زودتر؟ چه اتفاق اخیری؟ یعنی شما 40 ساله هنوز متوجه نشدید که جمهوری اسلامی تو ایرانه؟ اخیراً متوجه شدید، اتفاقاً متوجه شدید جمهوری اسلامی تو ایرانه؟ حالا گوش بده. مشورت میکرد حتماً. اتفاقا آقای حمزه پور نظریاتشون خیلی جالب بود و همه در واقع استقبال میکردن و همه تایید میکردن. همه استقبال میکردن یعنی چی؟ 3 نفر آمدن صحبت میکردن. اینجوری هم که شما میگی یکیش 40 سال پیش تیمسار بوده، یعنی الان 80-90 سالشه. خود شما ماشاءالله صداتون مرزه میرسه که محسن هستی. این حمزه پور که قبل از خدا دنیا اومده، اون خانم روزبرم من نمیشناسم، اگه کسی میشناسه ببینه شناسنامه داره یا مال قبل از اون دوره بوده که شناسنامه داشته. همگی متفقا قبول میکردن که این آقای حمزه پور مشاور پشت پرده و زیر لحاف ترامپ میخوان برن جمهوری اسلامی رو بگیرن. امیدواریم. گوش بدید دوستان، ببینید تلویزیونای ایرانی رو چه کسایی نگاه میکنن و چه کسایی باور میکنن و چه کسایی دل خوش میکنن تا این بیچاره ها همینجا در غربت بمیرن. پاشرو و میگفت که اینشالله با حمایت آقای ترامپ که مرتب ما با هم در ارتباط هستیم، تکلیف این جمهوری نسل خامنه‌ای و داره دستر خامنه‌ای و همه این آخوندهای ملای کسافت همشون انشالله به زباله‌دان تاریخ میفرستیم. خواستم به خبر داده باشم. اوکی جمالی هستم. بای مرسی. والا من نفهمیدم، خواستم بهت خبر داده باشم. اوکی جمالی هستم. حالا یه زنگی میزنیم به این آقا، یا کمالی یا جمالی، شماره تلفنشون هم هست، به شما نمیگم. این آفیس جدیدم، بالاخره یه تلفن دیگه گرفتیم که آبرومندانه زنگ بزنیم به افراد و باهاشون صحبت کنیم. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. من پیام شما رو در برنامه پخش کردم. ممنون و متشکرم که هم برنامه ها رو تماشا میکنید و بیشتر تشکر میکنم که لطف کردید، وقت گذاشتید، پیام گذاشتید برای ما و چقدر ما خوشحال شدیم که این آقای دکتر حمزه پور که در واشنگتن ما به عنوان دلغک ایشون رو میشناسیم تونسته شما رو فریب بده و شما فکر کنید که این هر لحظه با ترامپ داره مشورت میکنه و به زودی آخوندها رو نابود میکنن. امیدواریم که این باور شما درست باشه و راستی اگه آخوندها نابود بشن شما تشریف میبرید ایران؟ لطف کنید زنگ بزنید، پیام بذارید، مهمون ما باشید، با هم صحبت کنیم. روز و روزگار بر شما خوش. دوستان واقعا چند نفر از شما اگر امشب یه مرضی بیاد، مرض آخوندکش،
و این مرض از طلبه‌ای که توی حوزه هست تا آیت الله، پایت الله، آفت الله همه رو سکوش کنه. چند نفرتون برمیگردید ایران؟ یه دوستی آمده بود نوشته بود که من آمدم فکر کنم آلمان بود، چون همینجوری من توی سایتی هستم که ایرانیان مقیم آلمان، لابد ما یه دو بار هی گفتیم آلمان بودیم آلمان بودیم، لطف کردن میدونید بعضیا شما رو اضافه میکنن، بعضیا شما رو دعوت میکنن. بمانه دیدیم یکی نوشته بود که با قربت چگونه به اصطلاح چی باید بگیم، چگونه مدارا کنیم، رفتار کنیم، چگونه بسازیم، هرچ ما آمدیم و برش نوشتیم که ببین دوست عزیز، شما هر وقت احساس غریبی به دست داد، شدی صمد آقا، نه در قربت دلت شاد و نه روی در وطن داری، بشین از خودت دو تا سوال بپرس. از این 80 میلیون ایرانی چند نفرشون حاضرن اون جایی که تو هستی باشن؟ که مثلا با 3 نفر توی اتاق داری زندگی میکنی و این دیگه سخت ترین شرایط زندگیت. چند نفر؟ 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، من فکر کنم حداقل 50 میلیون ایرانی دلشون میخواد جایی باشن که شما هستی، حتی اگه توی این کمپای پناهندگی باشه. خب تا اینجا شما یه قدم جلوتر از 50 میلیون ایرانی هستی. حالا از خودت سوال کن، اگه این 50 میلیون ایرانی پول داشته باشن، پول بی حد هست، بی حد و حساب، حاضرن چند میلیون دلار، مارک، یورو، نمیدونم هر چی که میگی، پوند انگلیس بدن که بیان اونجایی که شما هستید؟ 1 میلیون، 2 میلیون، چقدر؟ خب مرد حسابی براش نوشتم خودت لوس نکن، 1 میلیون، 2 میلیون، از اونا جلوتری، از 50 میلیون ایرانی هم جلوتری، برو اینجا یه راهی پیدا کن که یا دوست دختر پیدا کن، یا اگه اهل مشروب هستی یه بار جایی پیدا کن که اونجا رگولار بشی، وقتی میری احترام بذارن، وقتی میری دیگه از نپرسن چی میخوری. ما اینجا وقتی میریم طرف دیگه میدونه که من چی میخورم، داداشم چی میخوره، اون دوستمون چی میخوره، به اینا میگن رگولار، کسایی که همیشه. شما به یه قهوه خونه که میری خدا بیامرز، پدر من وقتی میرفتیم مقصود چی بود، مقصود بی، اصلا طرف میدونست که برای بابای من خوراک ماهی چی میآورد. بابای منم 2 ساعت ما رو گشته نگه میداشت، میگفت داریم میریم مقصود بی اونجا خوراک ماهی چی بخوریم. تو مثلا بروجرد میرفتیم یه جا پارک میکردیم، با تاکسی سوار میشد میرفت یه خونه، تو خونه نهار میخورد. من یه دو بار به مادرم گفتم فکر کنم یه اونجا یه زنگ گرفته، و معلوم شد نه، یه نفر اونجا خوراک محلی درست میکنه و اینها، و اونایی که راننده های قدیمی بودن میشناختن و میرفتن اینها اونجا. در صورت اجازه بدید من اینا رو اینوایت کنم. این اینوایت ما امروز یکم ویدیدن invite any box. خب نمیخوای نکن دیگه، بدش کن تموم، هر کی آمد آمد. بله، میگه در ایران آخوندها به بعضی از شهدای معروف و رده بالا در زمان جنگ هر از چند سالی بعد از کشته شدن درجه میدهن و حقوق و مزایای بازماندگانشون رو هم بالا میبرن. حالا شاه اللهی ها هم به تبعیت از آخوندها به جهانبانی ارتقای درجه دادن. اون آخوند از اینا خیلی پدر سوخته تره. اون وقتی که یه نفر کشته میشه اسمش رو میذاره شهید و میگه شهیدان زنده اند الله اکبر، یعنی چی؟ یعنی این زنده است و واقعا هم دارن به انقلابش خدمت میکنن، درجهش میبره بالا. حالا این بیچارهایی که من میبینم، اونی هم که فکر میکنه زنده است، حقیقتا وقتی میبینی نه چشم داره، نه گوش داره، نه پا داره، با عصا و سمعک و عینک و یه نفرم میاد دم در پیادش میکنه، میذارتش، میسپارتش دست یه نفر که آقا این بابای من این روزا یه کمی هم یادش میره کجاست، شما این 2 ساعتی که اینجا جلسه هست حواست باشه تا ما بعدن بیاد ببریمش. اونا میرن خرید روزانه، بعد میان سوارش میکنن میبرنش. در صد ممنون و متشکرم که این رو گفتی. خب ببینیم که لیبی، آقا من لیبی میخوام برم چه کار.
آقای سوری، مجاهدین خیلی به ازدواج مریم و مسعود ابرارشمسی حساس هستن، بیش از حد شدید. من از همین شما این پلاکارد چی میگفتن تو ایران؟ پلاکارد، این کارت های به اصطلاح تابلوهای بزرگ بالای در سینماها. و فکر کنم ایران میتونم یعنی توی کشورهایی که بودم و دیدم فکر کنم بزرگترین رو نقاشی میکردن و میزدن سردر سینما ها اینا، چون اینجا مثلا یه سینما 15 تا سینما داره، یه عکس اینقدی، واقعا یه پوستر، حتی تبلیغاشون تو تلویزیون نگاه کنید اسم فیلم رو شما به ندرت ممکنه بشنوی حتی، یا بنویسن هنرپیشه‌شون میگه، سازندهشون میگه، کی میاد تو سینما میگه، ولی مثل اونجا نیست. اونجا یادتونه از اول فیلم گفت چی؟ مثلا قیصر، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیع، قیصر، دوباره میگه قیصر. اینجا اینجوری نیست، خیلی کوچولو اینا. ولی این آقای چیز تابلوهایی که میکشه منو میبره به اون تابلوهای ایران و سینماها. این طرفدار آقای حمزه پور پیامش رو شنیدیم و اقلا بد نیست، شاید این دلخوشی ها اینا رو زنده نگه داره و نمیدونم، شاید هم این هم یه وظیفه ایناست که زنده باشه. خب خیلی جالبه. و اگه واقعا قصدتان براندازی است، خب آقای آرمان عزیز دلم، شما اول بیا، گفت اول بگو با کیان کی، با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. شما، من الان عکستو نشون میدم، یه تبلیغ مجانی هم برات بشه. شمایی که عکست نوشتی 2019، 27 نفر دنبال شما هست، بعدم نوشتی هپی نیو ایر، یعنی نه عکسی، نه اسمی، نه رسمی. آقا من قصد براندازی کی؟ یا میخوایم از تلویزیون های لس آنجلسی بگیم قصد براندازی کی رو داشته باشم؟ ما قصد براندازی چه حکومتی، چه دولتی، من چه کاره هستم؟ شما میخوای براندازی کنی، برو راه باز، جاده دراز. اون چیزی هم که اون روز من یادم رفته بود، دوستمون زنگ زد گفت آقا اون میگن خدا رو بنده نیستن، طرف داد دو کلمه یاد میگیره یا 2000 پول میاد تو جیبش دیگه خدا رو بنده نیست. آقا، آقای آرمان سوگند، شما چند سال منو میشناسی؟ چند سال نیست که منو نمیشناسی، من نمیدونم، من 20 سال دارم این کار انجام میدم. از روز اولش هم گفتم ماها ترسو بودیم در رفتیم. آقا دیگه کسی که میگه من ترسو بودم در رفتم، شما بهش میگی اگه شجاعت داری بیا سر کوچه، همین بیا سر کوچه وایسا تو برفا، منم میام. خب اگه میخوای اینجوری مسخرت کنم بیا، اگه نه جوونی شور و هیجان داری بیا حرف بزن، مسنی تجربه داری بیا حرف بزن، مهمون ما باش. این تلفن اینها برات میذارم، 202 گذاشتمش یا نه 4، بله بفرم، 202-695-2573. تکست میتونی بزنی، پیام میتونی بذاری، ای آمریکا نیستی، پول نداری، فیسبوک مسیج بفرست، با اسکایپ با هم تماس میگیریم، با همین فیسبوک شما بیا مهمون من باش، بیا حرف بزن، شاید شما نابغه باشی. دیدید میگن این خدا و طبیعت چیزایی رو خوب رو توی شل نگه میداره، شل یعنی صدف، مروارید تو صدفه، توی تازه مثل که توی یه قسمتی از یه حیوان چی نمیدونم تو اونه. شاید شما یه مرواریدی هستی که هنوز کشف نشدی. بذار دوستان من این مروارید کشف نشده رو به شما نشون بدم. آرمان، آرام سوگند. ما یه دوست داشتیم، اون فامیلش آرام بود، آقای حسین آرام همکلاسی ما بود، خیلی هم آدم گلی بود، نیکی بود واقعا. بیا عزیز دوستان برید دنبال براندازی آقای آرام سوگند. این اگه سوگندم میخوره، خیلی آرام سوگند میخوره. بفهم ای چرا میپری دیگه، حالی که ما میخوایم تبلیغ مجانی بریم. آها برای که شده 3 ثانیه، اینه تبدیل کنیم به 5 ثانیه، 10 ثانیه. بیا عزیزم، اینم تبلیغ مجانی برای آقای خانم آرام سوگند، ایشون براندازه. برید کیو میخواین براندازی، کیو میخواین جاش بیاری؟ خب بیان به مردم بگی، دعوتشون کنی.
جلسه بذارید، پول خرج کنید، حالا بریم. خیلی خوشحالم که شما رو ننداختم بیرون، خوشحالم که شما وایسادی داری صحبت میکنی. اگه واقعا قصدتان براندازی هست، آخه این نصف جمله رو نوشتی، آمریکا باشی بهت میگن هفه از جاب، هفه از جاب شیرازی ها میگن نیم ریده. دیدی بچه ها میرن توالت، مادرش میگه تمامی، میگه آره، دوباره میاد تنبونش میکشی بالا میره بردن، میگه مامان میخوام برم توالت. اینو تو شیراز میگفتن طرف نیم ریده از بس عجله داره به دوم کار دومش برسه، یک کارش هم تمام نمیکنه. آخه این چه جمله ایه؟ اگه واقعا قصدتان براندازی هست، خب ساعت 2:51 است به وقت نیویورک شرق آمریکا. امروز ساعت 3 با آقای امیر حسین لادن نیستیم. ایشون به دلیل همون میتینگ و گردهمایی هفته گذشته و بعدم کارهایی که دارن در رابطه با اون برنامه‌ای که ضبط کردن و اینها، این هفته با شما نیستن. امیدوارم هفته آینده جمعه با من و شما باشن. از ایشون ممنون و متشکرم. چون یکی از دوستان خوب و قدیمی ما گفت آقا من یک ویدیویی دیدم که آقای لادن صحبت میکرد و چه جالب شماره تلفن شما اونجا بود، من تلفنم رو گم کرده بودم و نداشتم، و زنگ زد دیروز ایشون پیغام گذاشت، منم باهاشون تماس گرفتم. اگه گفتید که آقای بهمن احمدیان که سالها در تلویزیون مردم برنامه داشتن، آقای بهمن احمدیان از تگزاس، حالا امیدواریم باز هم برنامه‌ای رو شروع کنه. پس این پیام‌ها هنوز پیام همشهریمون رو برم بگردم دنبال پیام‌هایی که اسم و فامیل نداره و شماره نداره، پیام ایشون داخل یکی از اونهاست، گوگل وایس 11:11 فکر کنم ایشون باشه. بذارید من ببینم این تلفن، این صدا. بله خب نکات جالبی رو ایشون میگه که باید گوش کنیم با هم، همه با هم، یعنی همه با من. فهمیدین کلک میزنن وقتی میگن همه با هم. آقای توبی روزتون بخیر، امروز جمعه هست. من دیشب برنامه شما رو دیدم، خب خیلی عالی بود، راجع به مجاهدین صحبت کردید. من همون جوری که قبلا هم گفتم آقا معلوم بود، اولا این آقا همشهری من یه امتیاز، همکلاسی داداشای من دو امتیاز، و بیننده برنامه ما هم سه امتیاز. وقتی میگه خیلی عالی بود، دیگه من باید کمی به خودم ببالم و پوز بدم، چون خیلی سختگیره. خیلی ممنون آقا، خوشحالم که برنامه من مورد پسندتون واقع شده. بفرمایید. راجستم من یه مثال زدم، حالا میخوام به شما یک مثال بزنم. این مثال قدیمی است، شما باید بدونید دیگه، گفتن دم را که دمیدن تو دیدی، آنان که ندیدن بگو واقف دم باش. حالا کسایی که جوان هستن گوش میدن، از بزرگا بپرسن بهشون میگم. بازی فوتبال رو دیدید شما؟ اپوزیسیون خارج از کشور هم شما دیدید؟ حالا اپوزیسیون کیا هستن؟ چریکای فداقی خلق هستن، ملی مذهبی هستن، گروه های زیادی هستن، خب شاید سلطنت طلب، همه جور هستن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ این اپوزیسیون خارج از کشور که تو زمین بازی هستن، زمین رو ول کردن، اومدن با چیز دعوا میکنن، داور دروازه آزاد شده، گل خوردیم، خوب گلیرم زدن، حقشونم بود. حالا این گل خوردنه با چند سال دیگه ممکنه برطرف بشه، ولی حالا گل سیاسی میخوریم. چجوری گل سیاسی میخوریم؟ دروازه خالیه، مجاهد با اون داره دروازه چیز به چیک فدایی داره با ملی مذهبی، اون داره با اون، اون داره با اون دعوا میکنه، جا خالی شده برای گل زدن. کی میاد گل میزنه؟ مجاهدین. دروازه بازه، شوت میکنه تو گل. این باعث میشه که نه تنها چرساشا 60 سال دیگه هم دیگه نتونن از عهده اینا بر بیان. بازم عرض میکنم بنده سیاسی نیستم، این آقایونی که میگم سیاسی هستن هنوز خیلی باید بدون تا سیاسی بشن، خیلی ادعاشون میشه نه آقا اینجوری نیست.
امیدوارم روز خوبی داشته باشی، خونه نو هم مبارک، هوا خیلی سرده، جان شما خالی از من نفس میکشی یخ میزنه. قربان دارم، مرسی، خدا حافظ. ممنونم از شما. آقا حالا که هوا سرده جای ما رو خالی میکنی در کنار جرزی شور. راستی دیدم این فرماندارتون آقای کریس کریسی توپول کتاب نوشته و اسمش هست Let Me Finish اسم کتابش، و در افتاده با ترامپ. اینم برای اونایی که باز هنوز بعد از این که 6 تا از نزدیکان ترامپ محکوم شدن و منتظرن که دادگاهی و زندانی بشن، اینا هنوز دوزاریشون نیفتده. کریس کریسی که اولین کسی بود که رفت کنار به نفع ترامپ و باهاش همکاری میکرد، خیلی مسخره میکردن، میگفتن این براون نوز شده. برید ببینید دماغ قهوه‌ای یعنی چی تو آمریکا، براون نوز. بعد این فکر میکرد اینو میکنه نخست وزیرش یا میکنه رئیس دادگاه های به اصطلاح رئیس دادگاه عالی و فلان، اینها هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد. حالا آمده میگه که آقا این دیوانه است. مصاحبهاشو نگاه کنید دوست عزیز، میگه که این ترامپ دیوونه است. میگه من جلوش وایستادم که مسخره میکردن دیشب، میگفتن تو با این پهنا جلو این وایستادی، این از بغلت رد شده دیگه، این خیلی دیوونه است. اون وقت ایرانیه میاد برای من مینویسه که لطفاً اینو به 20 نفر بفرست، به اون 20 نفرم بگو به 20 نفر. از خودش نمیپرسه. مثل اون نامه هست که از طرف صاحب فیسبوک می نویسن من مارک زوکربرگ هستم، زوکربرگ، و از فردا میخوام پولیش کنم. میگم آخه شما به عقلت نرسیده که خود این مارک زوکربرگ برای همه میتونه تو یک ثانیه بفرسه و برای همه میتونه روزی 3 بار بفرسه. احتیاج به من و توی علیل و ذلیل و عقب افتاده کامپیوتری داره؟ ترامپی که 50 میلیون فالوور داره احتیاج به من و شما داره که من برای 20 تا شما برای 20 تا بفرسی؟ که بگیم چی؟ بگیم یه نکبت دروغگوی شارلاتان پفیوز زشت آمده اینجا دروغ گفته، بیان کمکش کنین. ولی نگران نباشید، این آقای صاحب چیز استارباکس، این آقای یهودی اسمش چیه، شورتزه، این کمکش میکنه. این شده رالف نیدر و شده اون راسپرو که هی کمک کرد اینا رفتن. اون یکیش کمک کرد جورج بوش رفت، یکی دیگهش کمک کرد کی انتخاب شد. اینا میان به عنوان پارتی سوم یا حزب سوم. وقتی به عنوان حزب سوم میای شما با کسی رقابت نمی کنی، اسمت میره روی برگ انتخابات. وقتی اسمت میره رو برگ انتخابات، مثل اون خانم آوردودنش، یه خانم دکتری هست جیل سامتینگ، اون روز بهش میگه خانم این تعداد رأی هایی که تو آوردی، اگه تو نبودی این رأی ها رو تو اون ایالت دموکرات ها می آوردن، حتی نصفش اونا می آوردن، این مردک نمی رفت و چیز. ولی قبول نمی کنن که براش مدرک آورده. میگه خانم روسیه خرج اینا رو می داد و شما سفری که رفت روسیه برای همین بود. میگه نه من رفتم برای بچه ها ببینم کارهای پزشکی. میگه اونایی که به تو نمیگن که، ولی بردنت نشوندنت سر میز، این بر فلینگ بود، اون بر ترامپ چیز پوتین بود، اون برم عکسش بود. یه نفر بفرسته این لینک تو من نشون بدم، یه عکس خانم نمیدونم جیل سامتینگ، جیل دکتری هست، آدم خوبی ها، حرفایی هم که میزنه خیلی قشنگه، بیشترم جنبه سوسیالیستی داره، مثل همین آقایی که داره میاد. ولی این آقای بیلیونر داره میاد میگه اون فلانی گفته من مالیات زیاد میکنم. بهش میگن آقا تو اگه میخوای ران کنی خب برو داخل دموکرات ها، اقلا تو پرایمری با اونها چی میگن دیبیت کنی، مناظره کنی، تو انتخاباتشون شرکت کنی، اگه اونجا برنده شدی بعد برو با ترامپ. ولی تو میای وای میسی این آخر کار. ترامپ که الان هست ریپابلیکن ها هیچ که نمیاد رقیبش بشه. تا میای وای میسی اینجا، حالا این بدبختای دموکرات تو سر کله هم بزنن اونو، اون کیه موهاش جوریده است، اون کس نمیخواد بزن تو سرش، خودش موهاش اینجوریه، بگو برنی سندرز و 4-5 تا این خانومه که عربه و آفریقایی، کمالا سامتینگ، اون یکی هم وارن و
یه 7-8 تایی کورکچل فعلا ردیف شدن. خب اینا میزنن تو سر هم، یکی از این میاد، یکی هم که این آقای صاحب پوله، یکی هم این آقای شارلاتان. این سه تا، این سه تا وقتی میرن، اینی که آمده اینجا شانس اینو کم میکنه و کمک میکنه به ترامپ. یعنی دوباره نتیجه انتخابات میشه چی؟ میشه این ترامپ. خب ببینیم کدوم برنامه تلویزیونی شما میتونید پیدا کنید که به این سادگی با زبون علم الاشاره با شما صحبت کنه. این ترامپ، این دموکرات ها هستن، اینا این بچه پولداره. البته این حالایی میگه من ام سلف مید میلیون بیلیونه. سلف مید یعنی خودم خود ساخته هستم. طرف دیشب این آقای مایکل مور هست فیلم میسازه، گفت آقا یکی از این بپرسه چه خود ساخته پول تو، حتی بابات پول ساختمونا رو مردم میدادن، بعدم حالا اومدی آب 100 تا لیوانش میشه یه پنی، 100 تا 100 تا 10,000 تا لیوان آب میشه یک دلار. میریزی کافی هم مال کشورهایی که همشون بدبختن، یا مال کولومبیان، یا نمیدونم مال فلان، دستمزدای کم و اینا آوردی میفروشی به اینا، تو صفای میسن 5 دلار 4 دلار 5 دلار 4 دلار و دلت خوش 3 میلیون پول داری. اخ خاک بر سرت، خب این پولی که داری خرج همین کشورها کن، خرج همین مملکت کن که فلینت میشیگان تو آبش سمه، یا جاهای دیگه شیر آب و باز میکنن کبریت میگیرن بغلش میسوزه، برای که همین ترامپ شارلاتان و دیگران این فرکینگ رو رفتن رواج دادن. طرف میره گاز میزنه، وقتی نفت میاد دیگه کاری به دوربرش نداره که این گاز فشارش چیزای گاز رو فرستاده توی منابع آب، توی اون منابع زیرزمین آب، بعد اینا آب میارن و مصرف میکنن، قشنگ شعله آبی میسوزه. راجب منابع زیرزمینی آب و اینا میگفت انقدر سرده، وقتا یادتونه اگر یه جایی تلمبه بود آب چاه بود، زمستون آبش گرم بود یعنی ولرم بود، ما شیرازی ها میگیم ملول، تابستون آبش خنک خنک بود، برای که این زیر بود درجه حرارت اون خیلی تغییر نمیکنه، و چون بشر همیشه ذاتش نسبیه، ما به نسبت هوا تابستون 40 درجه بود، اون مثلا همون 15 درجه بود، میگفتیم عجب آب سرده. بعد مثلا زمستون میشد 0، این باز 15 درجه بود، میگفت عجب آب گرمه، میگفت آقا این که دوتاش 15 است ولی اینجوری. خب بریم ببینیم که خانم جیلانی نبودید، این دکتر حمزه پور یه دوستی چنان ازش تعریف کرد انگار که داشت تعریف از خدا و پیر و پیغمبر. خب ببینم که پیام پامپو و آقای پتیک نوشته که جای شوک باقی است، با سرمای 50 با سرمای 50 و چیز 60 درجه منهای 65 ببخشید با سرمای منهای 65 13 نفر در آمریکا مردن تا امروز، از سرما کشته شدن مردن، تصادف هرچ. اگر ایران بود نصف جمعیت به اصطلاح تلف می‌شدن. اینم از این. و اما ببینید پیام پامپو به ایرانیان به مناسبت 40 سالگی انقلاب گفته شکست خوردید. حسن روحانی نیز در سخنانی اعتراف کرده است که ایران در حال حاضر با شدیدترین بحران اقتصادی خود طی 40 سال اخیر دست و پنجه نرم میکنه. اینم بیاید. و پناهجوی ایرانی در کاله میگه دست کم بیایید بچه های ما را ببرید. یورونیوز با یکی از پناهجویان ایرانی که با خانوادهش بیشتر از 6 ماه در چادر در شهر کاله فرانسه است گفتگو کرد. این یه گزارش کاملی هم من دیدم کنار اتفاق اون کنار اون رودخونه، یه جای دیدنی فرانسه است که شبا اون ورش اصلا پارک و اینا، بعد این پناهنده آمده بودن به یه وضع افتضاحی درگیری با پلیس و اینا، و میگه یک ایرانی هم اونجاست و اون گفته که به اصطلاح چیز کنین، بیان اقلا بچه‌هامونو ببرین، ما اینجا باشیم مثل زندانی اسیر با این سختی توی این سرما توی چادر، ولی بچه هامونو ببرید. اینا که بچه هستن، نمیدونن چه ملتی هستن، نمیدونن چه مذهبی هستن. میگه پاسخ مقامات استرالیا به یورونیوز در پی تعطیلی بخش
ویزای سفارت استرالیا در ایران و مروری بر مطبوعات 40 سال پیش در چنین روزی 12 بهمن 1357. میخواین اینو نگاه کنیم؟ چون امروز هم 12 بهمن هست. مروری بر مطبوعات 40 سال پیش در چنین روزی اینه. ببینیم که عکس ها هم اینجا بهتون نشون بدم. خب خانم دکتر جیلانی عزیز میگه که حیف شد نه اون پخش کردم پیامو، شما بعدا میتونید گوش کنید ببینید و ببینید که واقعا این ملت ایران چقدر بعضی هاشون از روی نادانی و کمدانی خودفروشی میکنن. خودفروشی فقط تنفروشی نیست و میرن میگن خانمه به من زنگ زده که آقای سوربی بیا، اصلا اگه بخوای میام دنبالت. میگم کجا بریم؟ بریم دم وایت هاوس. میگم بریم چیکار کنیم؟ من هر روز از اونجا رد میشم. بریم چیکار کنیم؟ بریم به آقای ترامپ بگیم بیا ایران بزن. میگم این که میخواد بزنه، اونای دیگه بهش میگن احمق، تو نمیتونی، الان پات تو گله، نمیتونی. و الان اینا نگاه کنین، کاغذ چند روز پیش جان بولتون دستش بود، مردی که از این وری گرفته بود نوشته بود 5000 تا رو میخوام بفرستیم کلمبیا. اینا الان دیگه تولیدات ماشین و یخچال، کدومتون الان تو خونتون رادیوی فیلیپس دارین؟ یخچال وستینگ هاوس آمریکایی دارین؟ همش شده سامسونگ، همش شده LG، یا کره‌ایه یا ژاپنیه یا چاینیزه. اون چیزی که من و شما نمیبینیم اسلحه و توپ و تانکه. ریسورس آمریکا، منابع آمریکا، منابع درآمدش الان اسلحه هست که به جایی که یه ماشین درست کنه بده 15,000 دلار، یه تانک درست میکنه میده چند میلیون دلار. بعد تازه میگه باید 2 نفر هم همیشه همراهش باشن، پارتش هم فلان، همینجوری پدر صاحب بچه رو در میاره. بفرما، این هم نشریات اون روز، مروری بر مطبوعات 40 سال پیش در چنین روزی. و بذاری ببینیم اگه فیلمه، فیلم رو پخش کنیم. بله فیلم. استدال بدی صفحه یورو نیوز بهتون نشون دادم و خودتون میتونید نگاه کنید، مرور کنید اون روزنامه ها و چیزایی که اونجا هست و یکی یکی دروغ های آخوندها، مخصوصا خمینی که خانه نخرید، شما همه رو صاحب خانه میکنید، همه میتونن آزاد باشن، حتی کمونیست ها میتونن حزب داشته باشن، یکی یکی. و ایران در التهاب ورود آیت الله خمینی به بلژیکی های تهران هم دستور خروج داده شد. اینو روزنامه آیندگان پنجشنبه 12 بهمن. در حالی که تخلیه سریع آمریکاییان ادامه دارد، اینجوری به بلژیکی هم گفتن برین. خیلی ممنون دوستمون آقای لطیف زمانی هم آمدن از میگه درود بر شما و امام مقوایی. امام مقوایی که میدونید توی یکی از این جشنای به اصطلاح سالگرد انقلاب، این احمقا یه چیزی درست کرده بودن، عکس خمینی رو چسبونده بودن روی مقوایی و 2 نفر رفتن مثل اون موقعی که با خلبان از فرود از هواپیمای فرانسوی آمد پایین، آوردنش پایین. چقدر مسخره بود، چقدر افتضاح بود و حتی خیلی از خودشونی ها اعتراض کردن که آقا این چه کاری بوده، این توهین به امام بوده.
نخست وزیر دیشب اعلام کرد دولت در برابر هرج و مرج قویاً ایستادگی خواهد کرد. این نخست وزیر اون موقع بختیار بود دیگه، اون 37 روز مثل که حکومت کرد و اون بود نخست وزیری که به اتفاق وزراش 5 روز اینها نمیگن ما کدوم کشور رفتیم پول گرفتیم، کدوم کشور عربی رفتیم، چه برنامه‌ای بوده. ما اون آقای دکتر چیه رزجو آرد یادم رفته الان آوردیم تعریف کرد، گفت که بله ما رفتیم توی این قصرها. میگیم خب کدام کشور؟ میگه حالا دیگه اونو نمیتونم بگم، رفتم توی کشور عربی، هر کدام از وزیرها توی قصرهای مختلف اتاقهای مختلف، صبح رفتیم صبحونه خوردیم، وقتی آمدیم دیدیم کیف سامسونت پولای 100 دلاری نو. ما فکر کردیم این پولا مثل کاغذ میذارن تو کفش که له نشه چروک نشه کفش نو بمونه. میگه فکر کردیم پول قلابیه، بردیم به همدیگه نشون دادیم، گفتن نه آقا اینه به عنوان سوغاتی. آخه شما کی هستین که به شما سوغاتی بدن؟ این بابک هروی اون موقع که شاه الله نبود یک تحقیقی درباره بختیار و وزراش انجام داده بود، خیلی تحقیق خوبی بود، ولی متاسفانه اینم حالا دوست آشنا فامیل نمیدونم این رو هم خراب کردن. بابک جان خرابت کردن. رزمارا خیلی ممنون. بله رزمارا که داداشش همون قبل نما رو ساخته بوده و این داده بوده به خمینی و از این ماجراهای. بعد شایعه هست که رزمارا مثلا بعدی که حتی اومده فرانسه با اون پول کلینیک ساخته، ولی این میگه نه، میگه ما همه اون پول رو دادیم بختیار، بختیار تقسیم کرد بین اپوزیسیون. بعد داشتیم اتفاقا اون آقام شیرازیه، آقای فرهاد پارسی، فامیل بختیار بوده، اون میگفت اون مسئول بوده پول میگرفته این ور و ور میبرده و اینا هیچ کدومشون نمیان، وجدان ندارن، شرف ندارن تعریف کنن این صفحه‌های سیاه تاریخ ایران رو، اقلا یکی بفهمه کجا به کجاست. چون اونها وجدان و شرف نداشتن و برای عمر کثیفشون، حالا یه مشت آدم 80-90 ساله دیگه احمقا میخوان به کجا برسین، الان دیگه اقلا حرف بزنین. اون وقتا میگفتن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. اینا پیر هم شدن پریزگار نشدن. بیان بگید آقای آموزگار، اون جمشید چیز که مرد و یکی کی بود؟ آخه یکی داریم جمشید آموزگار را داشتیم. چند بار من تلاش کردم باش مصاحبه کنم، میگم باش که مصاحبه نمی کنم. یکی داریم سیروس آموزگار، آقای سیروس آموزگار لب درن درشتی هم داره، فرانسه زندگی میکنه اگه اشتباه نکنم، پسر همین آقا بوده که پریده بوده روی خانم یاسی و نمیدونم میخواسته از دست رضا پهلوی درش بیاره. اینا وزرای کابینه بختیار بودن، اینا بیان بگن خانم جیلانی شما که تو فرانسه هستید، اینا دوتاشون تو فرانسه هستن، از اینا سوال کنید بپرسید چه کار کردین شما، کجا رفتید، عراق بودید، عربستان بودید، که اون ماجرایی که به رضا پهلوی میگن که شما که تو کیش کاخ دارید، کدوم یک از ما ایرانی ها میدونستیم رضا پهلوی تو کیش کاخ داره؟ قشم نه ها، کیش میریم کیش، شما برو تو کاخ نمیدونم فلان میکنیم. این احمق ترسو هم اولین چیزی که میپرسه میگه اگه نشد چجوری فرار کنیم، آبی فرار کنیم، هوایی فرار کنیم، چیکار کنیم؟ بله اولین پیام امام در وطن، امام هنگام ورود گریه میکرد. امام خمینی گفت فقط قدم اول پیروزی را برداشتیم، حالا صبر کنید تا قدم های بعدی رو بهتون نشون بدم. در شهرها مردم تلویزیون ها را شکستند و به خیابان ها ریختند. آقای آرام سوگند یا خانم آرام سوگند، شما که میخوای بری حکومت رو سرنگون کنی، راهش چیه؟ ابزار چیه؟ وسیلت چیه؟ برنامه چیه؟ اینا با برنامه بودن. آقا من مأمور حکومت نظامی بودم تو شهر خودم، بدترین شرایط، و می دیدیم این شبنامه ها که میاد اینا با برنامه. حالا آقای مینویی میگه
بی بی سی اعلام میکرد که مثلا ساعت 8 صبح بریم. من هرگز هرگز همچین چیزی نشنیدم از بی بی سی که بگه 8 صبح برو مسجد رضا، وقتی اینا میان 10 صبح برو مسجد حبیب، مسجد حبیب که میان شلیک میکنن بدو برو نمیدونم فلان جا. اینا رو شبنامه میفرستادن. اون آقای وجدانی فامیل ما بود اتفاقا، میخواست نماینده، میخواست چیزم بشه، نماینده مجلس و اینام بشه. اونا من هرچی به مردم میگم آقا این خمینی شبه نیومد بپره روی این حکومت. خمینی از سال 42 عملا اصل شمشیر رو از رو بست و رفت دنبال مبارزه، ولی مبارزه مثل شما کامپیوتر نداشت هی الکی فوش بده. رفتن فلسطین، رفتن این ور، رفتن اون ور، پول جمع کردن، آموزش دیدن چه کار کنیم، ریشه ای یاد گرفتن چجوری ریشه یه حکومت رو به اصطلاح برکنیم، از اون حکومت رو ساقط کنیم. بعد اومدن ایران. وقتی هم اومدن ایران، روزی که خمینی گفت من میخوام برم ایران، آقای محسن سازگارا، حالا گور پدرش، اینجا مونده بود میتونست یه پیتزا فروشی کار کنه، قید زدن، قید پول زدن رفتن. قدزاده، بچه خواهرش صادق طباطبایی، همین آقای بنی صدر بیچاره، خب دکتر اقتصاد فلان بلند شد رفت. شماها کدومتون حاضرین برین؟ این آقایی که من نفهمیدم اسمش جمالی بود یا اسمش کمالی بود، حالا من بهت زنگ زدم که خبر داشته باشی، خب شما لطف کردی به من زنگ زدی خبر داشته باش. روزی که این حمزه پور رو شما هم نمیشناختین، التماس میکرد که من یه دقیقه بهش به حرف بزنم. بهش گفتم آقا تو اصلا مشنگی، تو یه جمله نمیتونی بگی. و برید مصاحبهاش رو نگاه کنید. شهرام همایون گیرش انداخته بود، میگه آقا تو میگی من 5000 نفر میخوام بیارم، 10000 نفر میخوام بیارم، این یه مخارجی داره. البته شهرام دنبال این بود که ببینی این پول از کجا میگیره. نگو که دوباره برمیگردیم به این انگشت وسط، ترامپ و اونا بازیش داده بودن. عقل کلی که هر روز با ترامپ در تماسه، آقای جمالی بازیش داده بود عربستان سعودی. خدا میدونه یه نفر دربون سفارت عربستان سعودی بهش گفت تو برو جمع کن میارم. 25 نفر به آقای حمزه پور بگو آقا تو تو مرکز واشنگتن و ویرجینیا و مریلند هستی، بهش میگن دی ام وی دیستریکت و ویرجینیا و مریلند، دی ام وی مریلند و ویرجینیا، بگو چرا 25 نفر؟ این 25 نفر هم کی بوده؟ اونی بوده که بلنگو بهش کرایه داده، اونی بوده که نمیدونم دو تا صندلی آورده، اونی بوده که ظرف آب آورده، مجموع اینا 25 نفر بودن. یعنی هیچ کس نرفت. آخه ببخشید به کلام گفتن آقا منار فلان جا خندید، آخه مردک یه چیزی بگو که بگنجه، شما هم یه چیزی بگو که بگنجه. حالا خانم روزبه رو من نمیشناسم، خانم روزبه و تیمسار جهانبانی و دکتر محمد رضا عالی چه چی؟ دکتر محمد رضا حمزه پور که یکی از مشاوران عالی پشت پرده. خدا ملت نمیدونم ما همه ملت اینجوری احمق هستیم یا تعداد احمقامون زیاده. خب ببینیم که گفتم بهتون امروز آقای امیرحسین لادن با ما نیستن، اون خدا را بنده نیستن رو هم گفتم. و اما پوشه امروز، پوشه برنامه سرد، عکس‌ها رو بهتون نشون دادم، پوشه امروز رو براتون باز کنم ببینیم که چی داریم اینجا امروز. بله از اینجا شروع کنیم. آقای پتیک از من سوال کرده بود که سوربی 40 دلار 40 سال پیش امروز چه ارزشی داره؟ خب این به نعمت اینترنت همه این کارها آسون شده. میزنید می‌نویسید 1 دلار سال 1978، شاید هم باید میزدم 1979 اگه میخواستید 40 سال باشه. امروز چنده؟ و شما چون 40 دلار پرسیده بودی ما هم نوشتیم در سال 1978 40 دلار اگر این آقای پتیک داشت، امروز در سال 2019 اون چقدر ارزش داره؟ میگه 154.05، یعنی میشد 154.05. و میگه اینفلیشن یا تورمش 285% و 1 دهم
درصد. و یادتون باشه ونزوئلا، من اون روز بس که به اشتباه گفتم 1,000,000% تورم، دوستی برای من فرستاد با مدرک که 10,000,000% تورم هست، نه 1,000,000. و اما این هم یه نوشته ایه که ما این برور زیاد میبینیم، ولی بعضی وقتا یادمون میره که به اصطلاح به کار ببریم. میخونم، امیدوارم شما هم به کار ببرید. در زندگی یاد گرفتم با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خیش خوشبخت زندگی کنم. اینو ما نمیتونیم انجام بدیم. ما مجری تلویزیون حقیقت دنبال احمقا میگردیم تا بیاریمشون بیرون به شما نشون بدیم. ما مثل اینایی هستن، مرشد و بچه مرشد دو تا مار میآورد و یه آفتابی میبرد و چند تا استکان میآورد و میگه الان مار دو سر میارم بیرون. اینا این احمقا حکم اون مار رو بازی میکنن که ما میاریم نمایش میدیم. حالا به دروغ گاهی وقتی هم به شما میگیم اگه 4 تا جوان مرد پول بده ما میریم تو آفتابه. ما یه دفعه 5,000 روزونمون بود دادیم که این مرد بره تو آفتابه، بعد یه پلیسی اومد، آجانی اومد، چیزی که مردم هی گفتن آقا این قرار بره تو آفتابه، خودش که داشت میخندید هیچی، آجانه گفت که شماها چقدر احمقین، آخه آدم به این هیکل میتونه بره تو آفتابه؟ ما هم دیگه پول روزانه رو داده بودیم و گفتیم راست میگه دیگه، هیچی نگیم، میفهمن همه ما احمقیم. بله، با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خیش خوشبخت زندگی کنم. با وقیع جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه میکند. از حسود دوری کنم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز از من بیزار خواهد بود و تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم و سه چیز را هرگز فراموش نمی کنم. 1. به همه نمی توانم کمک کنم. این متاسفانه مشکلی که ما داریم، بعض وقتام رنج می برم، بعض دوستان تماس می گیرن آقا کمک، میگم والا ما اگه قرار باشه به همه کمک کنیم دریا هم اگه بذاریم اینجا خوش میشه. به همه نمی توانم کمک کنم. 2. همه چیز را نمی توانم عوض کنم. 3. همه من را دوست نخواهند داشت، با دلیل و بی دلیل. آقا از راه رسیده فوش میده. این عکسو یه هفته تو کامپیوتر من مونده، توی کشوری صاحب اون خونه که بذارید اکثر بزرگتر کنم براتون، که درخت سیب داره، آمده سیبای درختش رو به جایی که بریزه و له بشه و پرنده ها بخورن و کثیف بشه خیابون، سیبا رو کنده قشنگ گذاشته تو کیسه‌های پلاستیک، آویزون کرده به فنسش یا نردش که مردم ببرن. این کار اینجا رسمه. حالا یکی نوشته بود این خدا اگر داشت فلان اینا، آقا تو چه میدونی؟ اینا بعضی هاشون از من و شما مذهبی ترن. اون روز بهتون نشون دادم ما تخمر صبح خواستیم بخوریم، توی اون قطعی تخمر آیه چیز بود، آیه بگید مال بایبل چی میشه، انجیل بود. در صورت اینه، خیلی همه چیز رو به حکومت، خیلی همه چیز رو به دین و مذهب ربط ندید. و اما اسم حکومت و دین و مذهب آمد، امامزاده ها ولکن نیستن. میگه که استانهای ایران چند امامزاده دارن، قشنگ استان به استان براتون شمارشو گذاشته، تعداد کل امامزاده های کشور 8,117 تاست. بله، آقای خوشنودی میگه این بدبختی ها همش به خاطر ختنه بد است. حتما میگید خوشنودی دیوونه شده، من الان فیلمم بهتون نشون میدم، ختنه بد باعث شده که ما اینجوری هممون شنگول منگول باشیم. بله دوستان، چند بار از این عکس ها دیدین، حالا این که خوبه، به این چراغ ها چراغ والور میگفتن، روی چراغ داره درست میکنه. یه جایی مثلا یک 4 تا سنگ گذاشتن، یه سری شاخه های درخت هم اونجا داره میسوزه، بعد روش یک قوری و یک کتری سیاهی و یک قوری، شیرازی ها میگن گنگو خورده، شما میگین بند، یک قوری شکسته که بندش زدن، یه چایی. همه تون تا اینو میبینید میگی آه کاش که من یه چایی اینجوری میخوردم.
ولی واقعا من نمیدونم خوردید چای اینجوری؟ والا من کجا بود؟ شاهی جان بود، شاهی جون بهش میگفتن، برای مهندس محکمی کار میکردم اونجا. آبو که میاری میجوشونی چای درست میکنی یک رنگ خاکی بهش میداد که نگو نپرس. حالا کاش که این بنده خدای مادر چای رو ریخته بود ما رنگش رو میدیدیم که چه رنگی است. در هر صورت اینم ذات بشری. تو کوچه های آسفالت، تو خیابون آسفالت سرعت 50 60 80 100 مایل رانندگی میکنی، میگه آقا یاد همون کوچه باقی های ایران بخیر. خب درباره اون دوستی که گفتم خودتو لوس نکن، 50 میلیون ایرانی دلشون میخواد جای شما باشن و 1 میلیون دلار هم حاضرن بدن. یه دوستی براش اینو گذاشته بود، گفته بود ببین ماجرای مهاجرت اینه، اون خونت اونجاست، چمدوناتو ورداشتی، خیلی عکس قشنگی ها، نقاشی قشنگیه، این خونه شماست، این ایرانه، من و شماست، من نمیخوام سهم من برای خوشنودی. اوکی؟ با وجودی که چمدون گرفتیم دستمونو داریم میریم، ولی نگاهی سایمون که میکنی دوتا دستش اینجا همینجوری اینو گرفته و هرچی دورتر میری سایت درازتر میشه. خیلی قشنگی این نقاشی. یا بله اینم که اون روز نشون دادیم که از چه زمانی آخوندها حکومت رو در ایران به دست گرفتن. آخوندها هم زمان رضا شاه هم زمان محمد رضا پهلوی یکی از پایه های اصلی حکومت بودن. یعنی اگر تصور کنید رضا شاه و محمد رضا شاه میله وسط یا چوب وسط خیمه بودن، آخوندها اون بندهایی بودن که این چادر رو روی زمین با میختویله میخ میکردن. حالا شما هر چیه میخوای بگی این رضا شاه خیلی خوب بودا، آخوندها رو میخواست بکنه بیرون، این مزخرفات چیه؟ بله شاه بزرگترین دزد و اختلاسگر تاریخ ایران. اگه گفتید چرا؟ برای که هنوز آخوندها سر کارن، به زودی اینام که رفتن اون وقت معلوم میشه که اینا بیشتر دزدیدن یا شاه. و توضیح داده میگه این تصویر روزنامه فاینانشال تایمز از بزرگترین دزدی های دیکتاتوری های فراری جهان از اموال مردمشان هست که در بانک های غربی ثبت شده. شاه، صدام و سورتو به عنوان دوستترین حاکمان 35 بیلیون دلار 35 میلیارد دلار ثروت هنگفتی است که شاه در سال 57 مستقیما به صورت ارز از ایران خارج کرد، از اموال مردم ایران دزدیدند و به بانک های خارجی برد. این مبلغ در سال 57 معادل 140 گرم طلا برای هر ایرانی بود. شاه 44 بیلیون دلار ارث افسانه‌ای برای خانواده فاسدش از مال ملت ایران گذاشت و مرد. اینم این. و اما یک دو تا عکس برای من فرستادن. این یکیشه درباره ترامپ، احیانا حمزه پور برده اینو نهارش بده، چون این آقایی که از نمیدونم آتلانتا بود از کجا پیغام گذاشته بود خبر نداره. این حمزه پور احمق اینجا وقتی میرفت رستوران چلو کباب با اون خانومه که گارسونه میگفت شما میای میشی وزیر فلان، با اون صاحب رستوران میگفت شما میشی وزیر فلان. برای چی؟ برای که پول نهار رو نده. اون وقت این آقا نشسته میگه دکتر حمزه پور که یکی از عالی مقامان وکلای فلانه پشت پرده هر روز ترامپ میبینه. موقعی که ترامپ چی بود این ورور دعوت میکرد برای ما میمد بیان تو فلان مدرسه، بیان مناسس، مردم میرفتن عکس میگرفتن. این رفته یه عکسی باهاش گرفته، بعدم یه آفیسی خدا میدونه اونم مال کیه دادن اینا برای چیز تبلیغاتیش، اونم یه نامه نوشته. خب این دوست ما آقای عباس شیرمحمدی عکس گرفت، چون اکثر مجانی فرستاد برای ترامپ، ترامپ هم نوشت آقای عباس خان خیلی ممنون. البته تاریخ هم اشتباهی زده بود زیرش که بعد ایرانی‌ها گفتن آره. بله
این عکس خیلی جالبه. این برای اونایی که میخوان رژیم بگیرن و خوراک نخورن، چون وقتی شما نون و پنیر و اون هم ژامبون کالباس هر چی میگین بلونی اینجا میگن و گوجه فرنگی رو با ترکیب نحس ترامپ ادغام کنی، اون وقت دلت از هر چی ساندویج به اصطلاح زده میشه. اینم عکسای امروز و ببینم دیگه براتون چی نوشتم. اینا رو روی یادداشت کوچیک نوشته بودم که حتما انجام بدم، انجام شد. این جهانبانی روزبه فلان، ترامپ شالاتانی روان پریش، هر کسی طرفدار ترامپ هست بیاد مهمون ما باشه اینجا و صحبت کنه تا ما ببینیم در مغز این دوست ما چی میگذره و فکر میکنه ترامپ میره آخونده رو میریزه، کلیدو میده دست مجاهدین یا کلیدو میده دست رضا پهلوی. تازه اگه بده اینا رو از آخوند بدتر میکنه، اقتصاد رو میگه بیشتر. دیدید الان داره نق میزنه که چرا پول نفت عراق رو ما نمیگیریم، به اینا میگه آقا بیا کلید دادم دستت، حالا من تو شریک. خب آقای پرویز کوپایی، این یکی از همون دوستانی بود که برای ما چی فرستاده بود که اینو بفرست برای دیگرانم بفرست، بهتون نشون میدم. کم نبودن دیروز چندین نفر، میدونید این آدمایی که بیکارن، این برای اون میفرسته، اون برای اون میفرسته، بعضی وقتا میبینید دوباره میرسه دست خودت. این یکی از اینا، این آقای پرویز کوپاییه. حالا من براتون نشون میدم ببینید چی نوشته. میگه پرزیدنت ترامپ is asking everyone to forward this email to minimum of 20 people and to ask each of those to do likewise. یعنی شما بفرست برای 20 نفر، به اون 20 نفر بگو شما هر کدوم بفرست برای 20 نفر، میشه 400 نفر. اون 400 تا میفرستن برای 20 نفر، تساهدی میره بالا دیگه. درست میگم؟ تو ریاضی به این کار میگفتیم تساهد. در هر صورت به اینا گفتم یعنی شما هنوزم میخواین بگین که ترامپ واقعا تو مغزتونه؟ نکنید آخه، میدونید ببخشید آبروریزیه، خیلی سه میشه. خب ببینیم براتون تو نوشته ها چی گذاشتیم. توی پوشه نوشته ها میایم اینجا و اما پیام پامپئو رو خوندیم. 3 فوریه اعلام برنامه نهضت مقاومت ملی ایران برای بعد از بسته شدن پرانتز سیاه و آینده ایران در شهر کن. شما نگاه کنید اینو خانم گیتی کاوه که من باهاشون مصاحبه کردم، اینا هم از همون مفخورا هستن، حاضر نیستن پول بدن، فقط میخوان همینجوری جلسه بذارن دور هم، یه چایی، ساندویچی، نهاری، شامی، دیدار. اون چی شد؟ مرد، مریض، اون چی شد؟ سرطان گرفته. هی سرشماری میکنه. شما این نوشته رو من براتون 5 بار میخونم، عکسشم نشون میدم، ببینید چی نوشته. 3 فوریه اعلام برنامه نهضت مقاومت ملی ایران برای بعد از بسته شدن پرانتز سیاه و آینده ایران در شهر کل. اولا پرانتز سیاه یعنی چی؟ بنویسید بعد از حکومت جمهوری اسلامی. دوما شما الان برنامه نداری ولی بعدش برنامه داری؟ گفت که بخواب که این هنوز از نتایج سحر است. بله 40 سال از 16 دی ماه 1300، حالا یادتون باشه امروز 12 بهمنه، اینا از 16 دی ماه دارن صحبت میکنن، مجاهدین از 19 بهمن صحبت میکنن. 16 تا حالا از چیزی صحبت نکرده. آمریکا داره میره ورشو و داره دنبال این هستن که ایران رو بیشتر توی خفقان قرار بدن، ولی ایران داره کار خودش انجام میده. از اون و فرانسه و آلمان و انگلستان مثل که راضی کردن که معاملات بانکی با هم انجام بدن، اون خبرم بهتون میگم. اینم نهضت مقاومت ملی ایران، ببینیم بعدش چیه. خب بله میگه فرانسه، آلمان و بریتانیا سازوکار حمایت از مبادلات تجاری با ایران را نهایی کردند. آمدن گفتن
پول میدیم برای این چی اون چی فلان اینا، به شرطی که ایران تو همون قراردادی که بود بمونه، چون میگن ایران تخطی نکرده از اون تا اونجایی که من میدونم. بذارید من اینجا بخونمش کاملتر، یه وقت یه چیزی رو عوضی نگم، اگر عوضی بگم که شما فوری آبرو آدم میبرید و گوشزد میکنید. خبرگزاری فرانسه از نهایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران و مقابله با تحریم‌های آمریکا خبر داد. بر اساس این گزارش، سازوکار حمایت از مبادلات تجاری توسط آلمان، فرانسه و بریتانیا نهایی شده است و قرار است روز پنجشنبه به صورت رسمی ثبت شود. میگن این کار اگه انجام بشه دلار و اینها قیمتش میاد پایین. بله. Texas inside his lab. بله. منابع اولیه مایلی این سازوکار که اینستکس یا ابزار حمایتی از تبادلات تجاری نامیده شده است، توسط فرانسه، آلمان، بریتانیا، سه کشور اروپایی امضا کننده توافق بین المللی هسته‌ای با تهران تامین خواهد شد. چین، روسیه و آمریکا دیگر امضا کنندگان توافق هسته‌ای سال 2015 به شمار می‌روند. این در حالی است که دونالد ترامپ پس از تصدی پست ریاست جمهوری کشورش را از این توافق نامه خارج و مجازات‌های تازه‌ای را بر ضد ایران اعمال کرد. و خانم دکتر جیلانی میگن فقط در حد دارو و مواد غذایی. خب اقلا این میشه تحریم هوشمند، مردم رو تحریم نمیکنن، آخونده و حکومتشون رو تحریم میکنن. این چیزی که آقای مهندس چمنارا بیچاره داد میزنه، میگه تحریم هوشمند کار میکنه، ولی شما مردم بدبخت چیزا رو گرون کنید، آخونده که پول دستشه، آخونده چشش میخواد عمل کنه، بلند میشه میاد انگلستان و آلمان. اون دکتر سمیعیه کیه؟ اونم وقت میذاره و براش چیز انجام میده، خب جراحی انجام میده. اینم از این ماجرا. و ببینیم دیگه چی گذاشتیم اینجا براتون. یک جوکی پتیک و آقای آریانپور فرستادن، از هر دوشون ممنونم. تعریف خیلی ساده ای داره، میگه یه نفر که همیشه میرفته کلیسا و میدونید اینا همون مثل خمس و زکات اینا باید سهم کلیسا رو بدن. من راننده داشتم که تو فصلی که کار نبوده هفته 200 دلار میساخته، 20 دلارش میداد به کلیسا. میگم آقا این کلیسا مال موقعی بوده که دولت نبوده، کلیساها پول جمع میکردن پخش میکردن. الان که دولت هست مالیات میده، تو باید پول بدی به دولت. میگه نه مستر سوربی، دولت جای خودش داره ولی مذهب فلان. اون وقت این یه ماشینی ما براش خریده بودیم 500 دلار، هفته 50 دلار میداد. اون مردی که پدر سگ کشیش یک کادیلاک داشت، با زن همه اینا هم رابطه داشت. بله. و هنوز هم تاریخ تعیین نشده و ایران باید فالت ویچ یه چیزی نوشتید انگلیسی و فارسی متوجه نمیشه. در هر صورت باز همین خبرها به مردم یه امیدی میده که گران فروشی کم بشه، کنترل بشه. همینجا همینجا یه برفی که میاد، کاغذ توالت گیر نمیاد، آب گیر نمیاد، آبی که مردم میخوان بخورن گیر نمیاد. راجع به این کاغذ توالت براتون میگم، شما هم رفتید این توالت های مختلف یا حتی تو خونتون یه دونه کاغذ توالت گذاشته اینجا، شما وقتی میخواید استفاده کنی باید ژیمناست باشی، دستتو بچرخونی اینجوری، یکیش گذاشته اینجا، یکیش میخوای بشینی اول بدنت میخوره به این کاغذه، میاد پایین مثل این گربه ها که میزنن. من نمیدونم چرا برای این کد نمیذارن، برای این قانون نمیذارن. بعدم اینا این چه کاری که این توالت رو میبره کنار دیوار، این همه جا کنار دیوار. و این آدمای چاق آمریکایی، حالا ما شانس آوردیم هنوز دولا پهنا نشدیم، شاید همین دلیل کنترل باشه، میگه هر وقت قنبلت خورد به دیوار خیلی خوردی، بیا کم بخور. بله. اینم از این. و پتیک اینو میگه، میگه این آقایی که کلیسا میرفت و فلان اینا، یه روز سگش مرد و خیلی غمگین بلند شد رفت کلیسا، به کشیشش گفت که پدر روحانی این سگ من مرده، شما اینجا براش اون دعای چیز رو میخونی؟ گفته بود که نه من نمیخونم و ما این کار رو نمیکنیم برای سگ و این چیزا. بعد مرده میگه خب چه کار کنم؟ میگه یک کلیسای اون پایین هست،
اینا بی پولن، ممکنه برات انجام بده. و مرد میگه خب حالا من برم اونجا، به نظر تو 5000 دلار بدم بهشون کافیه؟ پدر روحانی میگه آقا تو چرا نگفتی سگت کاتولیکه؟ اگه سگت کاتولیکه میتونیم اینجا برات انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی تا اسم پول میاد پدر روحانی میگه ما برای سگم اینجا مراسم ختم اجرا میکنیم. و اما تفسیری نوین، این عکسی که من اینجا دیدم یکی از قشنگترین و گویاترین عکس هایی هست که میدونید اتفاقا امروز آقای فراد زمانی یه چیز فرستاده بود، گفت که احتیاج به توضیح نداره. گفتم بله، میگن هر عکسی گویاتر از هزار کلمه و جمله است و شما همین عکسی که کشیدی خودش خیلی گویا است. حالا نگاه کنید، یا نقاشی ببخشید، این عکس ببینید چی، حالا بالاش با انگلیسی نوشته کاری ندارم، ولی پایین ببخشید بالاش با عربی نوشته کاری ندارم، این پایین نوشته politicians are like sperm. sperm همون خانم ها تخمدان و تخمک دارن، آقایون اسپرم دارن. و میدونید اونایی که طبیعی میخونن یا خوندن یا فیلم های ویدیو رو دیدن، میگه میلیون ها اسپرم یا نمیدونم هزاران اسپرم میره وقتی که اینها با هم به اصطلاح هم بستر میشن، یکی از اینا هست که میره و به اصطلاح اون فعال و با تخمک نمیدونم هر کاری باید بکنه انجام میده و میشه مثلا نطفه و بچه. میگه این سیاست مدارا مثل اسپرم هستن، از هر یه میلیونش یکیشون ممکنه آدم بشه. خیلی قشنگه. این دوستمون از خلیج فارس فرستاده، ممنون و متشکرم و کاملا هم صحت داره. میگه که آینده نگری آیت الله، ببینیم این آیت الله چی میگه. من ندیدم ویدیوها رو، دیروز بیرون بودم و سر کار، ببینیم چی میگه این آینده نگریه. ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سوالی میپرد. آها، اینو قبلا دیدم، خیلی بجاست که گوش کنیم و ببینیم که همه اینها وقتی میان حرفی که میزنن بعد خودشون حرف خودشون رو به اصطلاح عوض میکنن. خمینی هم که وقتی ازش پرسیدن گفتن آقا شما اینو گفتی، گفت من تغییر کردم. گوش بده. ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض باشه، خیلی هم آدم صحیحی باشه، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشه. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری رو نخواستن با کنار برن. ما فرض میکنیم اینطور که خیلی ایشون مساله مملکت را ملاحظه کرده، ایشون میخواد آزادی بدهد، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح، میخواد یه همچه قرار را بکنن، لیکن اهالی مملکت میخواد میگن ما اینا نمیخواهم که سلطان ما باشد. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونن، ما همچه خدمت گذار هم نمیخواهم، ایشون برن کنار. ما بله، این نوار رو هر روز باید برای آخونده پخش کنن که آقا تا دیروز مردم میخواستن، شما چون خیلی خوب بودین، روحانی بودین، امروز نمیخوان، برین کنار. اگه رفتن سایت جبهه ملی ایران در اروپا، جبهه ملی، من با آقای دکتر زعیم هم چند بار مصاحبه کردم، به نظر من جبهه ملی همون ماجرای مورچه چیه که کله پاچش چی باشه. جبهه ملی همون روز روزونش هم به اصطلاح نتونست با رهبرانش، با مردم اون ارتباطی رو که باید برقرار کنه برقرار کنه. حالا که دیگه بین خودشون هم اختلاف افتاده، اونایی که تو ایرانن میگن ما کسی رو بیرون قبول نداریم، بیرونی ها میگن تو ایران چون نمیتونن صدا بدن اینجوری ما زبان اونها هستیم و بمانن. این هم همون کاکو پرسش از شما بینندگان مقیم اینجا، 40 دلار 30 سال قبل با چه مقدار امروز برابری میکنه؟ او من اشتباه کردم، 40 دلار رو با 40 سال قبل چیز کردم. کاری نداره که حالا اینجا می‌نویسیم که
$40 30 سال قبل میشه چقدر؟ 19 11 80 میگیم 1989 $1 میگیم که امروز چند. این همون اینفلیشن وبسایت رو باز میکنه و بهتون نشون میده، میگه 1989 2000 inflation calculator. ببینم همونه. amount حالا ما شما نوشته بودید $40 $40 start year، اینم می‌نویسیم 2019 که بشه درست 30. بله میگه $81 و 4 سنت میشه. $40 تو سال 1989 میشه $81 و 4 سنت. بله این 30 سال پیش. خب ممنونم از یکایک شما دوستان. و اما این خیلی جالب بود، میگه در کربلا روایت شکستن در و کوبیدن بر شکم فاطمه زهرا را شبیه سازی میکردن، یعنی نمایش میدادن. حضرت علی نشسته و تماشا میکنه که خلیفه بر زنش و نمیدونم تحت پیغمبر دخت پیغمبر تعدی میکنه، تماشاچیان حمله کرده و شبیه عمر را کتک زدن. قیافه آخوند را ببینید، تماشا میکند و مردم که عقلشان در اختیار خودشان نیست غرق احساسند. خب این که آخونده هستن بمانه. زمانی که ما تو ایران بودیم یه خانمی بود به نام پروین ملکوتی، نقش قمرخانم رو بازی میکرد. یه دفعه باهاش مصاحبه کردن، گفت بچه ها تو مدرسه بچهش رو میزنن یا بهش اذیت میکنن، میگن چرا مادر تو به این مستاجرا اذیت میکنه، یعنی متوجه نمیشن که این فیلمه. حالا اون که ایران بوده، این که عراق و کربلاس آمریکا، یه فیلمی بود به نام فراری اگه یادتون باشه. یه پلیسی دنبال این فراری بود، پلیسه که مرد هنرپیشه که نقش پلیس رو بازی میکرد یه دفعه تو تلویزیون گفت من مجبور شدم به پلیس زنگ بزنم و میان دور خونه من نگهبانی میدن، چون مردم میان رد میشن با ماشین اینا سنگ میزنن به خونه من، رد میشن بوق میزنن اذیت میکنن که چرا من دنبال فراریم. داستان فراریم فیلم خوبی بود که یه دکتری زنش به قتل میرسه و به اصطلاح دستگاه های چیز فکر میکنن که این کشته، میرن دنبالش، ولی اون میدونه که کی کشته، دنبال اون هست. میگن که انعکاس جد، گفتم که ماه من شو، گفتا هراس دارم. این خانم رایا، بله نمیدونم حالا این انعکاسش جد در رابطه با برنامه من اگه هست بگید به کجاش رب داره. عکس امامشان را در ماه دیده بودن، این حاکمین جلاد ماه قشنگ ما را با 40 رنگ با 40 رنگ کردن. از انعکاس آن جل خیلی رهیده بودن، بگذار جای مردم در جای خود نشیند، دزدی ماه تابان از عاقلان نیاید. ماشاءالله همه ایرانی ها شاعر هستن. منم به شما سلام میکنم خانم صادقی، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و اما رقص دختران خواهان شوهر، مخصوصا برای اون آقایی که آمده خارج و احساس غربت میکنه و پرسیده بود از دیگران که با این احساس غربت چه باید کرد. ببینیم اینجا، ببینیم میتونیم اینو نشون بدیم. خوب که فرخ اونجا نیست و الا میگفت سوربی صدای بلنگور اول ببند، اینو روشن کن، بعدن صدای بلنگور رو یواش یواش باز کن. چون این فیلم رو با تلفن گرفتن، متاسفانه توی سیستمای ویندوز سنسور یا حساس چی احساس نما، حساس نما یه چی میگفت اون روز سعید و مجید، نداره که بفهمه بابا این از این ولیه.
بله بذارید روشنش کنیم و صداش رو باز کنیم. اینا اینجا نمایش میدن مثل فیلم آمریکا که اون چی اسمش بچلر و بچلرت و اینا هست، یه آقای میاد 30 تا دختر و زن میان هی نمایش میدن، کارهای مختلف میکنن که یکیشون مورد توجه این قرار بگیره. حالا ببینید این خانوما در آفریقا چه میکنن. این یادم میاد دوره انقلاب وقتی دستغیب زنده بود، یه نفر تو مجلس توی مسجد ازش پرسیده بود که آقا وقتی یکی میاد خواستگاری یا ما میریم خواستگاری، خب این طرف زیر چادر و فلان اینها چجوری میشه؟ گفته بود میتونید یه نگاه چیز کنید. یکی از دوستای من میگفت میخوام بهش تماس بگیرم بگم دختر خودت و خواهر خودت میذاری مردم بیان خواستگار، روزی 10 نفر خواستگار بیان، روزی 10 بار با لخت بشه مردم یه نگاه کنن. که دیدید دست غیب رو با اون وضع فجی منفجر کردن. آها این پیامه رو بینم میتونم من فکر کنم این باشه دوست همشهری و پیدا شد. آقا گر صبر کنی زغوره کشمش سازم حلوا سازم. ببینیم جناب سوری، ارادتمندم در رابطه با هر که بامش بیشتر برفش بیشتر، این شعر فردوسی که نشون میده که هر کسی که بیشتر سعی کنه که دنبال پول بده و مال زنده مال و منال برای خودش درست بکنه، این آدم دردسرش هم بیشتر میشه، بدبختیش بیشتر میشه. درود و بدرود هم بدرود. خیلی ممنون. من فکر کنم اون شعر هر که بامش بیش برفش بیشتر مال سعدی باشه، یا تا اونجایی که من میدونم به من گفتن به اصطلاح مال سعدی هست. اینا مهم نیست، مهم اینه که هر کی گفته برداشت من و شما ازش صحیح باشه و بهش عمل کنی. یه بار دیگه از شما ممنونم که اون بارم پیغام گذاشتید و ببخشید که من اون بار پیام شما رو گم کردم. اینم از این، اینم از این. اجازه بدید من اینا رو پاک کنم ببینم چیزی از قلم نیفتاده باشه. بله. و بخندم یا بگریم، آها این همون بود که در کربلا مردم ریختن اصفهانی های آب ندیده. این ماجرای اصفهان، ماجرای زاینده رود، من خیلی متاسفم. من نمیدونم چی کار دارن آخونده انجام میدن. اینا میدونیم مثلا فهمیدیم که آب رو از یه جایی بردن برای قم، آب قم شیرین بشه، چون قم همیشه میگفتن آب شوره و فلان اینا. ولی به غیر از این دوستان، من دانشجو که بودم، من نجف آباد بودم تابستون، بعد تفریح ما این بود که با مینیبوس میمدیم اصفهان. وقتی شما از نجف آباد میایید اصفهان، میرفته اون کاخ جوانان، این زاینده رود رو میبینید. حالا عکساش رو نگاه کنید، فیلماش رو نگاه کنید، از خودتون سوال کنید چرا زاینده رود پله داره؟ برای که این یه رودخانه معمولی نیست. گاهی پله آخریش اینقدر آب میاد، اونجا والیبال بازی میکردن، فوتبال بازی میکردن. موقع تابستون این کشتی ها، قایقای کرایه‌ای و تفریحی و اینا رو میذاشتن روی سنگای مال رودخونه، هی آب که بعد میمد بالا، این میمد بالا، میادن کرایه و میرفتن چیز میکرد. مثل خانم شکوه میرزادگی حماقت نکنید که نمیدونم دشت پاسارگاد از بین رفت. ما با فامیلامون تماس گرفتیم، طرف گفت آقا من پتروشیمی کار میکنم، هر روز میرم و میام اون سیوند و سعادت آباد و پاسارگاد و مردشت، اصلا همچی خبری نیست.
یه بچه قرتی رفته بود رو پله سومش وایساده بود، عکس گرفته بود با فتوشاپ، آب رو آورده بود تا پا تا چیز، وقت عکس شلوار لی سوراخدار، خودش سوراخدار بوده ولی این شلوار لی سوراخدار تو ایران نمیذارن بپوشن. بعد به این خانم شکوه میزادی گفت آخه شما یه فامیل نداری تو تمام ایران که تماس بگیره یه بلیت بهش بدید بگید آقا برو اونجا نگاه کن یه عکس برای من بگی که من به عکس تو اطمینان کنم. بعدم چه غلطی کردن اینقدر هی گفتن سیف پاسارگاد. گفتم اون روز یه خلبانی برای من نوشته که آقا شما 1000 تا موضوع رو میگی نیمه تمام ول میکنی میری جای دیگه و اینها، که ما در جوابش گفتیم که میخوایم مثل داستان 1001 شب همینجور شما رو داشته باشیم. چجوری یه نفر 20 ساله با وجود که با من مخالفه داره برنامه رو نگاه میکنه؟ اون چیزی که من تونستم کنترلش کنم. حالا همین آقا رفته پاسارگاد پشت کرده به قبر کوروش، به مقبره کوروش سلام ارتشی داده، سلام نظامی داده. ازش سوال کنی شما در زمان شاه ارتشی بودید یا در زمان شیخ؟ اگه در زمان شاه ارتشی بودی چند بار شما رفتی پاسارگاد سلام بدی؟ بله یه برنامه گذاشتن هی میمد میگفت من نمیدونم کریم فلان فلان، هی دوباره من کریم فلان، دیگه ما مردیم از بس این مرده هی گفت من کریم فلانی سرهنگ پیاده فلان. یه بار شاه رفتن اونجا. آقا من 2005 رفتم اونجا، یه هتل نیست اونجا، یه مسافرخونه نیست، یه چیز تمیز اونجا نیست که شما بتونی یه نهار بخوری، تازه حالا بعد از 40 سال که این همه مردم تو صنعت گردشگری و اینا رفتن، اصلا چی شخصی دیگه میرن پول میریزن. یه کمی منطقی باشید، احساسات بودن پدرتون رو در میاره به این روز میندازه. احساساتی شدیم، نفت مجانی، آب مجانی، قند مجانی، بفهم هرچی هم داشتی ازت گرفتن، حالا بازم همون احساساتی باشین تا همینم که دارین ازتون بگیرم. دیگه بیشتر از این مزاحم وقتتون نمیشم، 3 دقیقه دیگه است ببینم این چی بود که باز کردم نشون بدم. آها این مردم اصفهان آب ندیده. آقا مردم اصفهان آب دیدن همیشه هم قشنگ بلدن. حالا این دوستمون میگه چون 22 بهمنه آب رو باز کردن که به مردم به اصطلاح این هفته و اینا خوب باشن، مردم شرکت کنن. میگم آقا الان زمستونه، الان بارندگی هست، الان برف هست. خود ما آقای خوشنودی این خیابون ساحلی، همون پلی که از زیر پل علی ابن حمزه رد میشد، رودخانه که از اونجا رد میشد تا میرفت به طرف پیرنیا اون پایین فلکه ولیعت به سعدینا، این خوش بود، ما با دوچرخه میرفتیم توش از اون ورش میادیم بالا. ولی زمستون آب تا زیر چیز بود نمیشد کاری بکن. به اینا میگفتن رودخانه خشک، که برای این بود که آب کوها، آب چیان نیاد تو شهر سیل روان بشه. یه فصلی خشکه، یه فصلی کمتر آب داره، یه فصلی بیشتر آب داره. آقا دیگه از آمریکا که پیشرفته تر نیستیم. ببینید الان چه بلایی به سرشون آورده، بارون توی لس آنجلس، سرما توی این منطقه. نگاه کن
دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در کنار زایم، بخونم از ته دل ترانه باشه. بسیار عالی، امیدواریم که آب هر روز زیادتر بشه. ولی آمریکایی‌ها میگن be careful what you wish for، مواظب باش چه آرزویی میکنی. این نوشته اسپانیای آب ندیده. بعد یه چند نفرم واستن اونجا ساجده میکنن، بعد از 18 ماه آب را سرازیر کردن. بله خب، آب یزد میرفت و اطراف. همینم اقلا اینا بلدن چجوری مردم رو ازشون استفاده کنن. هر وقت مردم میخوان به میدون میکشن، هر وقت نمیخوان خونه نشینشون میکنن. شما آقای خورسندی، دوستان دیگه، برنامه میبینی کسی برنامه داشته باشه بتونه اینجوری مردم رو کنترل کنه؟ یه روز روحانی میاد میگه من یارانه میدم، مردم میپرن هوا، سرشون میخوره تو سقف. کسی نداریم آقا. و این همشهری ما چقدر قشنگ گزارش داره فوتبال داد، میگه آقا اپوزیسیون ها بازی رو ول کردن رفتن با داور دارن دعوا میکنن، تا روزی که برگردن. زمین مثل که کیروش هم رفت دیگه و ببینیم چی میشه. اینم از این آخوندن دیگه. بله دوستان عزیز، از اینکه با ما بودین ممنون، متشکرم. تشکر میکنم از دوستانی که برنامه ما رو شیر میکنن با دوستان خودشون، مخصوصا آقای خورسندی دیدم این کار انجام میدن، مجید این کار انجام میده، سعید گهگاه این کار انجام میده. من به نوبه خودم از شما ممنونم و امیدوارم دوستان دیگه هم بتونن از تلویزیون مردم استفاده کنن، نظرات مختلف رو اینجا بگن. اینجا من بر اساس سواد و دانشی که دارم و آگاهی که میگیرم این برنامه، نظرات خودم رو میگم. نظرات خود من الزاماً درست ممکنه نباشه. شما بیا نظر خودتو بگو، من نظر خودم رو میگم، همین سادگی. دوشنبه با شما خواهیم بود. روز روزگار و شما خوش. میگه یک عمامه بدید منم. باش، اگه به این سادگی بود با یه عمامه همه اون میشدیم مثل اینا پدر سوخته، که خیلی خوب بود. فکر نمی کنم با یه عمامه عوض بشه. خب مرسی. تلویزیون مردم این برنامه ها رو تکرار میکنه هر روز. ضمناً آقای ارشاد، اون کسانی که برنامه‌ش رو اسپانسر میکنن که جمعه ها ساعت 4 بعد از ظهر به اصطلاح برنامه داشته باشن، گفتن فعلا از 210 تا برنامه اجرا کردن. آفرین. گفتن حمایت نشده. اگه مایل هستید حمایت کنید باشون تماس بگیرید، یا اون دوستان اگر در مسافرت چیز بودن حمایت کنید. ایشون گفت به مجردی که حمایت کنن من برنامه رو پی میگیرم. و حساب کتابش خیلی خوبه، میگه من دوست ندارم بدهکار باشم به شما، مثل اون آقای فولادوند دروغگو و شارلاتان نیست که 18000 دلار پول ما رو خورد، کلی پول مهران صدری رو خورد. تازه اینا میخواستن برن آخوندهای دروغگو رو بندازن بیرون، بعدم خودشون رفتن. بهتون گفتم دو سه هفته پیشه که از دوستان بسیار نزدیکش از کانادا گفت من یه زمانی میام میگم که این نه مرده نه کشتنش نه دستگیر شده، در رفته رفته با یه خانم جوانی زندگی میکنه و با پولای مردم که مخصوصا از یه خانمی تو کالیفرنیا پولی کلانی کش رفته بود. وقتی اینا اپوزیسیون ما هستن و اون دوستمون میاد میگه آقا شما اگر براندازی، حالا من هی شعر بخونم، براندازم تریاک را با وافور برمیاندازم، برو آقا برو بذار باد بیاد. روز روزگارتون خوش. مرسی.